سلام، وقت شما هم بخیر. خب صدا و تصویر خوبه دوستان عزیزم؟ سلام، وقت شما هم بخیر. خیلی ممنون. سلام، خیلی ممنون از لطفتون. وقت شما هم بخیر. خیلی ممنون. تشکر از شما. خب دوستان عزیزم، چون یه 5 دقیقه دیر شد، اگر اجازه بدید من اعلام ها رو ببندم و با اجازتون بحثمون رو شروع کنیم. خیلی ممنون از لطفتون. تشکر دوستان عزیزم. انشالله همیشه شما هم سلامت باشید و شادمان. خب دوستان عزیزم، اگر تصویر و صدا خوبه با اجازتون بحثمون رو شروع میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و وقت بخیر خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم. امیدوارم که حالتون خوب باشه و عصر خیلی زیبا و دلانگیزی پیش روتون باشه. این مجموعه مباحث یکم فاصله افتاد بینشون به خاطر اینکه واقعا کارها خیلی زیاد بود و فراوانی مراجع کننده ها و برنامه های متعدد و انواع مختلف کارها و به ویژه اوضاع جامعه و کارهایی که برای نیازمندان باید انجام میشد فرصتی برای انجام سخنرانی و برنامه زنده باقی نمیذاشت. ولی به هر حال مدام به فکر این جلسه بودم و مترصد فرصتی بودم که بتونم بحث رو ادامه بدم. این بحث فکر میکنم که حداقل 5 جلسه دیگه ادامه داشته باشه، ولی به خاطر اینکه الان دیگه برای من مقدور نیست که روی این بحث بیشتر کار کنم، ناگزیر میشم که به همین 7 قسمت اکتفا بکنم. و به نظرم اگر از مباحثی مثل متابعت مثلا و امثال اونها بگذریم، مهمترین مباحث تعلیم و تربیتی شمس تبریزی در این چند جلسه مطرح شده. مباحثی راجع به استاد و شاگرد باید مطرح بشه که اونها رو میذاریم انشالله برای یک زمان دیگه، و یک چند مورد هم از شیوه های تربیتی شمس تبریزی باقی مونده که همه رو میسپاریم به آینده. ولی امیدوارم که از هفته آینده به صورت منظم بتونم هفته یه دونه برنامه زنده درباره موضوعات مختلف ادبی و معنوی خدمت شما دوستان عزیزم تقدیم بکنم. اگر خاطرتون باشه بحث ما راجع به شیوه های تربیتی شمس تبریزی بود و خدمت شما عرض کردم که شمس تبریزی چندین شیوه آموزشی مهم داره که ما درباره 5 مورد از اونها صحبت کردیم و پنجمی عبارت بود از کاستن و پیراستن.
در جلسه قبل راجع به این روش هم به اختصار مطالبی رو با شما دوستان عزیزم در میون گذاشتم و بحث رسید به کاستن و پیراستن از دانایی‌های زائد یا به طور کلی رهایی از دانایی و دانستگی، که جلسه قبل راجع به این موضوع صحبت کردم و دو تا نکته رو به عنوان جمع‌بندی عرض کردم، ولی چون بحث مهم بود به نظرم لازمه که ما دوباره راجع به اون نکته‌های پایانی صحبت کنیم. من از همون جایی که جلسه قبل بحث رو قطع کردیم بحث رو ادامه میدم با ذکر 4 نکته به عنوان جمع‌بندی بحث پیراستن و کاستن از دانایی‌ها. دوستان عزیزم، این 4 نکته عبارتند از این که اول معنای درست روش کاستن از دانایی‌ها رو مطرح کنیم، دوم اشاره‌ای به مسئله کتابشویی و کتابسوزی داشته باشیم، و سوم درباره رابطه این روش با نیرومند شدن ذهن و حافظه صحبت کنیم، و چهارم نتایج عملی که از این بحث برای انسان‌های متوسط به ویژه در زمانه ما به دست میاد صحبت کنیم. نکته اول راجع به معنای درست روش کاستن از دانایی ها. اولین نکته که اینجا باید بهش توجه کنیم اینه که مشخص کنیم در روش کاستن و پیراستن از دانایی ها و آگاهی ها دقیقاً چه اتفاقی برای شخص میفته. برای این منظور لازمه که ما دو نوع آگاهی و علم رو از همدیگه تفکیک کنیم و برای هر کدوم از این آگاهی ها و علوم حکم جداگانه ای داشته باشیم. بعضی از آگاهی ها نادرست و بدند، مثل آگاهی ها و اطلاعاتی که مستلزم آسیب رسوندن به خود یا دیگری هستند، یا آگاهی هایی که انسان رو ناامید و افسرده می کنند و مانع نیکوکاری انسان می شن، یا آگاهی هایی که از مراجعه نادرست به گذشته یا پرتاب شدن در آینده سرچشمه می گیرن و مانع زیستن در اینجا و اکنون می شن. این قبیل علوم و اطلاعات رو باید مطلقاً به ذهن خودمون راه ندیم، و اگر هم کسی از چنین اطلاعاتی در ذهن خودش داره باید با روش‌های درست و دقیق این قبیل اطلاعات رو از ذهن ضمیر خودش پاک بکنه. حقیقتاً خیلی حیفه که خاطر عاطر انسان به اینجور اندیشه‌هایی و آگاهی‌های آلوده باشه. اما همه اندیشه‌ها و آگاهی‌های ما بد نیستن، ما اندیشه ها و اطلاعات نیکو هم داریم، با اینها باید چه کار کنیم؟ کاملا روشنه که نه میتونیم و نه باید چون این علوم و اطلاعاتی رو به طور کامل از خاطر خودمون پاک کنیم. ممکنه کسی در لحظات نادری از زندگی خودش بر اثر وجد و حیرت عارفانه برای یک مدت کوتاه اطلاعات و آگاهی های خودش رو از یاد ببره، ولی شکی وجود نداره که دیر یا زود این اطلاعات در صحنه ضمیر شخص حاضر میشن. مطالعه زندگی عارفان بزرگ این نکته رو به خوبی روشن میکنه که اونها آموخته های پیشین خودشون رو از دست ندادن، و بلکه همه اون اطلاعات با جزئیات در سخنان عرفانی اونها باز میتابه. مسئله پاک کردن و از بین بردن اطلاعات نیست، بلکه تغییر دادن نسبت خودمون با آگاهی ها و اطلاعاته. در روش کاستن و پیراستن ما باید از دلبستگی به اطلاعات و دانش های خودمون دست برداریم. هویت خودمون رو با اطلاعاتمون و علوممون تعریف نکنیم. در علوم و اطلاعاتمون متوقف نشیم، به اونها مغرور نشیم و دروازه وجود خودمون رو بر روی آگاهی های برتر نبندیم. همه این امور باعث میشن که ما از زندان دانایی آزاد بشیم و با ذهنی باز و وجودی گشوده با آگاهی های جدید روبرو بشیم. اونطور که شمس تبریزی میگه حضرت موسی اینطور بود. به تصریح قرآن کریم حضرت موسی برگزیده خدا و همسخن خدا بود و از بزرگترین پیامبران الهی به شمار میرفت، ولی به محض اینکه دریافت کسی بالاتر از او و داناتر از او وجود داره، بدون اینکه فریفته مقامات معنوی خودش بشه به محضر او شتافت، به خاطر اینکه او یک طالب صادق بود. مقالات دفتر دوم صفحه 161.
بنابراین ما اطلاعات رو از ذهن و ضمیرمون پاک نمی کنیم در روش پیراستن و کاستن، فقط نسبت خودمون رو با اونها عوض می کنیم به این معنا که به اونها وابسته نمی شیم، به اونها مغرور نمی شیم، هویت خودمون رو با اونها تعریف نمی کنیم. نکته دومی که باید با شما دوستان عزیزم در میون بگذارم راجع هست به مسئله کتاب شویی و کتاب سوزی. این نکته که باید ما رابطهش رو با مسئله پیراستن و کاستن روشن بکنیم. در سلوک عرفانی ممکنه که شخص به تشخیص خودش یا استادش برای مدتی یا برای همیشه دست از مطالعه برداره و کتاب و کتاب خوندن رو ترک بکنه. در مواردی شخص چنان از علوم قبلی خودش دست برمی‌داره که کتاب‌هاشو می‌سوزونه یا اونها رو می‌شویه یا اینکه اونها رو به خاک می‌سپاره. نمونه‌های فراوانی از این کتاب‌شویی‌ها و کتاب‌سوزی‌ها و به خاک سپاری کتاب‌ها در لابلای متون عرفانی دیده میشه. به نظرم جمع آوری و تحلیل همه این موارد یک کتاب خیلی خوندنی و زیبا و در این حال دردناکی رو پدید میاره. اجازه بدید که من چند تا قطعه رو از کتاب اسرار و توحید برای شما بخونم. کتاب اسرار و توحید کتابیه درباره ابوسعید ابوالخیر. شیخ ابوسعید ابوالخیر از جمله عارفانی است که وقتی که توبه میکنه و به مقامات عرفانی میرسه به طور کامل دست از کتاب خوندن بر میداره و دیگه هیچ گونه مراجعی به کتاب خوندن نمیکنه و اونطور که خودش میگه اولین بار در واقع توسط یک پیر قصاب این اتفاق برای او میفته که اون پیر قصاب به ابوسعید ابوالخیر میگه با مطلقه صحبت نکن، با مطلقه صحبت مکن، یعنی که علم ظاهر را طلاق داده ای و چون از تو سؤالی کردم نخست از شریعت جواب دادی، چون آن علم را طلاق داده ای باز آن مگرد. و آن حال چنین بود که چون شیخ هرچه از کتب خوانده بود و نبشته زیر زمین کرد و بر زبر آن دکانی کرد و شاخی مرد باز کرد و بر زبر آن دکان بر سر کتابها فرو برد و آن شاخ به مدت اندک بگرفت و سبز گشت و درختی بزرگ شد. از جهت تبرک اهل ولایت ما به کار داشتندی و به ولایت‌های دور بردندی و در عهد ما همچنان سبز و تازه بود. اسرار و توحید صفحه 42. همونطور که در این قطعه می‌بینیم مرد قصابی که از علوم باطنی بهره داشته حتی علوم شرعی و کتاب‌های دینی رو هم مطلقه می‌خونه. میدونید در طلاق یک نوع طلاق داریم که دیگه هیچ گونه بازگشتی به اون طلاق نیست و اگر اون طلاق بین یک زن و مرد اتفاق بیفته دیگه نمیتونن هیچ وقت به هم دیگه برگردن. اصطلاحاً این طلاق طلاق بدون رجوعه که در شعر حافظ هم اشاره به این موضوع هست و در اینجا میبینیم که این پیر قصاب علوم کتابها و علوم رو حتی کتب و علوم دینی رو مطلقه ای میدونه که به هیچ وجه نباید به اون رجوع کرد. منظور او اینه که برای دستیابی به علوم باطنی باید یک طلاق برگشت ناپذیر بین شخص و علوم شرعی و کتابها اتفاق بیفته و شخص برای همیشه دست از این دانشها بشوره. نکته جالبتر اینه که ابوسعید بعد از راه یافتن به علوم باطنی کتابهای خودش رو زیر زمین دفن میکنه و یک ساختمانی روی اونها میسازه و یک بنایی بر روی اون در واقع قبر کتابها میسازه و یک درختی هم در اونجا میکاره و همه این کارها در واقع معنایی جز دلکندن کامل او از کتاب و علوم ظاهری نداره. ابوسعید در ادامه اشاره میکنه که کتابهای زیادی داشته ولی از خوندن اونها آرامش باطن و فراغت درون به دست نمی آورده. به همین خاطر به دعا از خدا میخواسته که حجاب کتاب رو از پیش روی او برداره و همین اتفاق افتاده و او به طور کامل کتاب خوندن رو ترک کرده و بعد شروع کرده به خوندن حقایق و تفسیر ابو عبدالرحمن سلمی و بعد از مدتی بر اثر خوندن یک آیه از قرآن حالتی به او دست داده که حتی این کتاب تفسیر ارزشمند رو هم رها کرده. اگر خواستید صفحه 43
و همچنین 44 و 45 اسرار توحید رو با دقت مطالعه بکنید. یک نمونه خیلی شگفت‌آور از کتاب شویی و به خاک سپاری کتاب رو در فرهنگ ما میتونید ببینید. در اینجا مشاهده میکنید که ابو سعید وقتی که بهش میگن این کتابها رو اگر خودت هم نمیخوای زیر خاک دفن نکن چون با ارزشن، اینو بذار برای کسانی که به درد اونها میخوره، میگه نه، وقتی یه چیزی به درد من نمیخوره و نادرسته این رو نباید در اختیار دیگران قرار بدیم. و از این جالبتر اینه که ابو سعید ابوالخیر یک شب تا صبح از دندون درد میناله و بعد فردا صبح به یکی از دوستانش میگه علت این دندون درد این بود که من بعد از سالها یک جزوه فقهی به دستم رسیده بود و نگاهی از سر کنجکاوی به این جزوه انداختم و خداوند منو تنبیه کرد و دندون درد تا صبح منو آزار داد. نظایر این داستانها که همشون مستلزم طعن و تخفیف در حق علم و آگاهی هستن در تاریخ ما فراوانن و به نظرم حقیقتا این فصل یکی از فصول غم‌انگیز تاریخ ایرانه و یکی از زیباترین تحریرهای این موضوع رو در شعر حافظ میتونیم ببینیم. بشوی اوراق اگر همدرس مایی که علم عشق در دفتر نباشد. اگر میخوای دنبال عشق بری باید دفترها و کتابهاتو بشوری و اونها رو بذاری کنار. این قبیل کتاب شویی ها و کتاب سوزی ها شاید از کتاب سوزی های شاهان بیدادگر هم دردناکتر باشه، به خاطر اینکه کتاب سوزی های حاکمان موجی از خشم و درد رو در دل هر انسان آزادهی پدید میاره و جان او رو از این اقدام نادرست بیزار میکنه. اما کتاب شویی های عارفان و صوفیان به عنوان کاری درست در نظر گرفته میشه و به عنوان یک الگو در نظر گرفته میشه برای بعضی از افراد و خب این خیلی خطرناکتره. دوستان عزیزم، من به هیچ وجه انکار نمی کنم که ممکنه کسی بر اثر سلوک معنوی به چنان حال معنوی شگفت‌آوری برسه که به طور کامل از کتاب و مطالعه فارغ بشه و حقیقتاً به آگاهی های بسیار ارزشمندی دست پیدا کنه که اطلاعات مندرج در کتاب ها در نظر او سرد و بیمزه و بیفروغ جلوه کنه و او به طور کامل از این اطلاعات فارغ بشه. همونطور که یک شخص بالغ دیگه به هیچ وجه نمیتونه به بازی ها و اسباب بازی های دوره کودکی خودش توجه کنه یا یک دانشمند بزرگ دیگه علاقه به کتاب های دوره کودکی خودش نداره، ممکنه یک عارف هم همه کتاب ها رو در هر سطحی از کمال هم که باشن مثل همون اسباب بازی ها برای بچه ها بدونه. این مطلب به جای خودش درست، ولی رفتار بعضی از عارفان با کتاب به ویژه وقتی که این رفتار مستمسک افراد تنبل و تناسانی قرار میگیره که میخوان از زیر بار زحمت مطالعه و تفکر و تمرین و تکرار شونه خالی کنن و به یک الگوی رایج تبدیل بشه، این رفتار به نظرم خیلی خطرناکه و بسیار آثار ویرانگری رو بر جای میگذاره و زمینه رو برای استقرار جهل و بیسوادی فراهم میاره. رفتارهای افراد خاصی مثل عارفان بزرگ در ارتباط با کتاب و مطالعه به هیچ وجه نباید به یک الگوی عام در جامعه تبدیل بشه. درست اینه که عموم افراد جامعه باید کتاب خوب بخونن و خوب کتاب بخونن و به این ترتیب هم خودشون پیشرفت کنن و هم جامعه خودشون رو پیشرفت کنن. البته باید مواظب باشیم که غرق شدن در کتابها به تعبیر اقبال لاهوری ما رو به کرم کتابی تبدیل نکنه و شور و حرارت و تپش زندگی رو از ما نگیره. شنیدم شبی در کتبخانه من به پروانه می گفت کرم کتابی، به اوراق سینا نشیمن گرفتم، بسی دیدم از نسخه فاریابی، نفهمیدم حکمت زندگی را، همان تیر روزم زبی آفتابی، نکو گفت پروانه نیم سوزی که این نکته را در کتابی نیابی، تپش می کند زنده تر زندگی را، تپش می دهد بال و پر زندگی را. شعر اقبال لاهوری که بسیار شعر لطیف و زیبایی است. آره، ما باید
هم بکوشیم به سطحی بالاتر از کتاب ها برسیم و هم باید تلاش کنیم که کتاب خوندن ما رو کتاب زده نکنه و شور و شوق زندگی رو از ما نگیره. اما به هیچ وجه حق نداریم به علم و دانش و کتاب بی احترامی کنیم و وقتی که جریان رایج در یک جامعه میشه بی احترامی به کتاب و اون جامعه میفتن توی وادی کتاب شویی و به خاک سپاری کتاب و کتاب سوزی، حتما آسیب های فراوانی به این جامعه وارد میشه. به هر حال صحبت بر سر این بود که ما موقع بهره گیری از روش کاستن و پیراستن باید تکلیف خودمون رو با کتاب و مطالعه روشن کنیم. بعضی از عارفان مثل ابو سعید ابوالخیر به طور کامل دست از کتاب و مطالعه برداشتن و تا پایان عمر خودشون هیچ وقت دیگه سراغ کتاب نرفتن. اما عارفانی هم داریم که برای مدتی کتاب خوندن رو ترک کردن و به درونی کردن آموخته های خودشون و به کار بستن اونها و زنگار زدایی از آینه دل و کشف چشمه های آگاهی در درون دل و ورق زدن کتاب درون خودشون پرداختن، ولی بعد از مدتی باز هرگاه که لازم بوده به کتاب خوندن برگشتن و در صورت لزوم از اطلاعات مندرج در کتاب ها استفاده کردن. ولی البته کیفیت این مطالعه با کیفیت مطالعه قبل از رسیدن به مقام روشنبینی تفاوت‌های اساسی داره. شخص عارف و آگاه از مطالعه کردن برای خودش هویت نمی‌سازه، به کتاب وابسته نمیشه و اجازه نمیده که صفای باطن او در زیر بار اطلاعات و آگاهی‌های رسمی و مدرسی زنده به گور بشه. او خیلی دقیق و حساب شده از کتاب استفاده میکنه و با کیمیایی که از سلوک عرفانی به دست آورده به تحلیل خوانده های خودش میپردازه. من به نظرم میرسه که مولانا از این قبیل عارفانه، اگرچه معروفه که او بعد از آشنایی با شمس تبریزی کتاب و کتاب خوندن رو برای همیشه ترک کرده، ولی به نظرم میرسه که واقعا اینجوری نیست. به نظر میرسه که مولانا بعد از مدتی که اون شورها و هیجانهای نخستین فروکش کردن و او به آرام و قرار رسیده، هر وقت که لازم بوده به کتابهای مورد نیازش مراجعه کرده. از یک قطعه مناقب العارفین میشه استنباط کرد که مولانا در زمان شمس کتاب خوندن رو ترک کرده بود، ولی بعد از رفتن او در صورت لزوم به مطالعه میپرداخت. این قطعه رو من قبلا برای شما خوندم، فقط به همون قسمتی که به بحث ما برمیگرده اشاره میکنم. بعد از آن چندان که مولانا شمس الدین در قید حیات بود، بدان معنی یعنی مطالعه معارف بهاولت نپرداختم. مناقب العارفین جلد 2 صفحه 651 و 652. گذشته از این، دلیل دیگه هم برای این ادعا میشه اقامه کرد و اون این که مقایسه مطالب مثنوی با معارف بهاولت و معارف برهان الدین محقق و حدیقه سنایی و مقالات شمس و بعضی از کتاب‌های دیگه نشون میده که مولانا تا پایان عمر خودش این کتاب‌ها رو می‌خونده. ارجاع‌های مولانا به بعضی از این کتاب‌ها مثل معارف بهاولت و مقالات شمس چنان دقیقه که نشون میده که او به تازگی مطالب این کتاب‌ها رو خونده. از سال 645 که شمس دیگه برای همیشه از افق زندگی مولانا کنار میره تا سال 670 یا 671 که دفتر ششم مثنوی سروده میشه حدود 30 سال فاصله است و اگر مولانا در این فاصله معارف بهاولت رو نخونده باشه خیلی بعیده که مطالب معارف رو انقدر دقیق در حافظه خودش نگه داشته باشه و بتونه به اونها ارجاع بده. درباره مقالات شمس هم همینطوره. ارجاعات دقیق مولانا به مطالب این کتاب واقعا حیرت آوره. بنابراین میشه حد زد که مولانا بعد از ورود در عوالم عشق و حیرت و وجد باز هم هر وقت که لازم بوده به کتابهای خاصی مراجعه میکرده بدون اینکه مطالعه کردن رو به شغل شاغل خودش تبدیل کنه و از اون برای خودش هویت بسازه. بریم سراغ نکته سوم. سومین نکته‌ای که میخوام عرض کنم اینه که در روش کاستن و پیراستن، همونطور که عرض کردم، واقعا اطلاعات و دانش‌ها از ذهن و ضمیر شخص زدوده و سترده نمیشن. در روش پیراستن و کاستن، وابستگی و تعلق خاطر شخص به دانش‌ها و اطلاعاتش از بین میره و انگیزه های او اصلاح میشن و فضا
و فضا رو برای پذیرفتن آگاهی های جدید فراهم می کنن. جالب اینجاست که به محض تصحیح انگیزه ها و به مجرد از بین رفتن وابستگی های شخص به اطلاعات و آگاهی های خودش، ذهن او خیلی باز و روشن میشه و نیروی تفکر و تعقل او بسیار بیشتر میشه، به خاطر اینکه شخص میتونه بدون ترس و حرص و نگرانی از آگاهی های خودش استفاده کنه و اونها رو دستمایه غرور و تفاخر و دنیا طلبی نسازه. ممکنه افرادی گمان کنن که با دل سپردن به تعالیم عرفانی دانش‌های خودشون رو از دست میدن، ولی به نظرم میرسه که اینطور نیست و سلوک عرفانی عاشقانه باعث میشه که علم‌های ما به معنای واقعی کلمه جون بگیرند و خیلی عمیق‌تر و پرفروغ‌تر بشن، به خاطر اینکه ما از وابستگی به دانایی‌های خودمون رهایی می‌یابیم و تمام اغراض نفسانی رو کنار می‌ذاریم و همین باعث میشه که در درون ما فراغت و آرامش و قرار بیاد و ما در سایه این قرار و فراغ درونی در نهایت آرامش فارغ از هر گونه سراسیمگی و شتاب زدگی بخونیم و بفهمیم و به کار ببندیم. مولانا در این باره نکته خیلی جالبی داره، میگه این کسانی که تحصیل ها کردند و در تحصیلند میپندارند که اگر اینجا ملازمت کنند علم را فراموش کنند و تارک شوند، بلکه چون اینجا آیند علمهاشان همه جان میگیرد، همچنان باشد که قالبی بی جان جان پذیرفته باشد. فیه مافی صفحه 178. مولانا درباره فقرم به معنای عرفانیش همینو میگه. به نظر ایشون در راه فقر هیچ زیانی وجود نداره و شخص در این راه تمام کمالات پیشین خودش رو دارا هست، ولی البته به اونها دل نمیبنده و به اونها نمیباله. این راه فقر راهی است که در او به جمله آرزوها برسی، هر چیزی که تمنای تو بوده باشد البته در این راه به تو رسد، از شکستن لشکرها و ظفر یافتن بر اعدا و گرفتن ملکها و تسخیر خلق و تفوق بر اقران خیشتن و فصاحت و بلاغت و هرچه بدین ماند. چون راه فقر را برگزیدی اینها همه به تو رسد، هیچ کس در این راه نرفت که شکایت کرد به خلاف راه های دگر. خیلی نکته عجیبیه واقعا، و واقعا هم راسته. شما هیچگاه عارفی رو پیدا نمی کنید که از وضعیت خودش شاکی باشه. تمام جهان رو بگردید عارف شاکی پیدا نمی کنید. در بین تمام اصناف و گروه ها شما آدم هایی رو پیدا می کنید که نهایتا شاکی هن از وضعیت خودشون یا از گذران عمرشون، اما مطالعاتی که درباره عارفان در سراسر دنیا انجام شده نشون میده که در این راه هیچ کسی شکایت نمی کنه. چون در عالم فقر آمدی و ورزیدی، حق تعالی تو را ملک ها و عالم ها بخشد که در وهم ناورده باشی و از آنچه اول تمنا می کردی و می خواستی خجل گردی که آوه من به وجود چنان چیز حقیر چون می طلبیدم. اما حق تعالی گوید اگر تو از آن منزه شدی و نمی خواهی و بیزاری، اما آن وقت در خاطر تو آن گذشته بود، برای ما ترک کردی، کرم ما بی نهایت است، البته آن نیز میسر تو گردانم. بعد مولانا پیامبر رو مثال میزنه، میگه چنان که مصطفی صلی الله علیه و سلم پیش از وصول و شهرت فصاحت و بلاغت عرب را میدید، تمنا می برد که مرا نیز این چنین فصاحت و بلاغت بودی، یعنی کاش اینجوری بود. چون او را عالم غیب کشف گشت و مست حق شد، به کلی آن طلب و آن تمنا بر دل او سرد شد. حق تعالی فرمود که آن فصاحت و بلاغت که می طلبیدی به تو دادم. گفت یا رب مرا به چه کار آید آن و فارغم و نخواهم. حق تعالی فرمود غم مخور، آن نیز باشد و فراغت قایم باشد و هیچ تو را زیان ندارد. حق تعالی او را سخنی داد که جمله عالم از زمان او تا بدین عهد در شرح آن چندین مجلدها ساختند و می سازند و هنوز از ادراک آن قاصرند. فیه مافی صفحات 167 و 168.
یک نمونه عالی این مسئله خود مولاناست. او با اینکه بر اثر آموزش‌های شمس راه خودش را از راه دانشمندان جدا کرده و به حیات علمی خودش پایان داده، به هیچ وجه به انسانی بی سواد و کودن تبدیل نشده و بلکه در سایه فراغت و فرصت بی نظیری که پیدا کرده، توانایی ذهنی او به شکل حیرت‌آوری افزایش پیدا کرده. اطلاعات او درباره قرآن و حدیث و تفسیر و تاریخ و عرفان و ادبیات و فلسفه و کلام و پزشکی و نجوم که در مثنوی و کلیات شمس باز تافته حقیقتاً حیرت‌آوره و نه تنها سلوک در مسلک عشق او را از اطلاعات و معلوماتش دور نکرده، بلکه اطلاعاتش رو بسیار عمیق‌تر و دقیق‌تر کرده و نیروی تحلیل و تحقیق او رو چند برابر کرده. مقایسه مثنوی و مجالس سبعه به خوبی تفاوت مرتبه مولانا رو در این دو دوره از زندگیش نشون میده. بریم سراغ نکته چهارم. نکته چهارم اینه که ببینیم نتایج عملی این بحث برای انسان متوسط زمانه ما چیه. دوستان عزیزم، سخنان مولانا و شمس درباره کاستن و پیراستن در سطحی عرفانی مطرح شدن و ممکنه برای ما انسانهای معمولی کارایی نداشته باشند. به خاطر اینکه رهایی از دانستگی از طریق سلوک معنوی اتفاق میفته و خب برای همه میسر نیست که گام در این راه بگذارن. با این همه نباید گمان کنیم که این روش برای ما انسانهای معمولی کارایی نداره. به نظرم میتونیم سطح مطلب رو پایین تر بیاریم و از اون نکات کاربردی مهمی رو استنباط کنیم. این امر مخصوصاً برای ما که در عصر انفجار اطلاعات به سر میبریم خیلی ضرورت داره. ما از همه سو با انواع اطلاعات و آگاهی ها احاطه شدیم و به تعبیر زیبای دونخوان، ما حتی در نیمه شب هم که تو خونه خودمون قنودیم و آرمیدیم مثل کسی هستیم که در وسط یک بزرگ راه قرار داره. زندگی ما از همه سو با هیاهو و جنجال احاطه شده. تردیدی وجود نداره که یکی از مهمترین علل پژمردگی و افسردگی انسان زمانه ما همین فراوانی اطلاعات و آگاهی هاست. درسی که از شمس میتونیم بیاموزیم اینه که برای ذهن خودمون حرمت قائل باشیم و کاملا آگاهانه و گزینشگرانه با اطلاعات و آگاهی ها برخورد کنیم. اولا اجازه ندیم هر گونه اطلاعاتی وارد ذهن ما بشه. ذهن ما زباله‌دون نیست که هر مطلب نادرست و بیپایهی به درون اون پرتاب بشه. کسی که برای ذهن خودش احترام قائله خیلی آگاهانه و محتاطانه از علوم و اطلاعات استفاده میکنه و جز علوم و اطلاعاتی رو که به کار سعادت اومیان وارد ذهن و ضمیر خودش نمیکنه. فیلسوف بزرگ آلمانی هایدگر در شاهکار واقعا بی‌نظیرش هستی و زمان یک بحث عمیق درباره دازاین در زندگی روزمره داره که در اینجا ما میتونیم با آریه گرفتن بعضی از سخنان او مطلب رو بهتر تبیین کنیم. قبلا باید یادآوری کنم که بحث‌های هایدگر کاملا هستی شناسانه هستند و او خودش خواننده کتابش رو از این که سخنان او رو از منظری اخلاقی ببینه برحذر می‌داره. با این حال به نظرم میرسه که میشه به آسونی سخنان او رو به گونه‌ای تفسیر کرد که در سطحی اخلاقی هم به کار بیاد. استاد فرزانه زمان ما استاد مصطفی ملکیان در یک نوشتار کوتاه با عنوان زیستن در آریت، ضمن بحث زندگی اصیل و زندگی آریه‌ای از نگاه هایدگر، همین کار رو انجام دادن و سه خصلتی رو که هایدگر برای دازاین در زندگی هر روزینه برشمرده به شکلی اخلاقی در واقع توضیح دادن. به کتاب در رهگذار باد و نگهبان لاله جلد 1 صفحات 420 تا 424 مراجعه کنید. اون سه ویژگی که هایدگر برمیشموره عبارتند از هرزه‌درایی، کنجکاوی و ابهام. به نظر هایدگر این سه ویژگی از ویژگی‌های طبیعی دازاین در زندگی هر روزه هستند و هایدگر این سه ویژگی رو بدون هیچ گونه ارزش داوری مطرح می‌کنه و بلکه اونها رو مثبت تلقی می‌کنه به خاطر اینکه لازمه زندگی انسان در این دنیا هستند
ولی خب طبیعتا ما طبق بحثی که داریم این سه ویژگی رو به شکل منفی تفسیر میکنیم. منظور از هرزه درایی یا وراجی و یاوه‌گویی اینه که انسان‌ها هر سخنی رو که میشنون یا میخونن یا میبینن بدون تحقیق و تأمل اون رو قبول میکنن و به دیگران منتقل میکنن. اینجاست که بازار شایعه به معنای خاصی که هایدگر در نظر داره رواج پیدا میکنه. یعنی انسان‌ها سخنان رو دهان به دهان منتقل میکنن و هیچ وقت درباره صحت و سقم مطالبی که میگن تحقیق نمیکنن. سخنانی که میگن نه از تحقیق و تجربه و تأمل مایه میگیره نه حاصل مواجهه شخصیه. در اینجا افراد نقش واسطه های منفعل و عاجز رو ایفا میکنن. هدف اونها از سخن گفتن نفس سخن گفتن و بس. به همین خاطره که به اون چه که میگن کمترین توجهی ندارن. شاید به همین علت باشه که سخن بیش از آن که باعث آشکارگی و تبیین بشه دو سوی رابطه رو پنهان میکنه و درست برخلاف مقاصد خودش، مقصد خودش که بیان و تبیینه، عمل میکنه. به قول مولانا، ما غالبا با سخن گفتن پرده بر روی پدیده ها میندازیم و مانع هویدا شدن اونها میشیم. کاشکی هستی زبانی داشتی، تازه هستان پرده ها برداشتی. هر چه گویی ای دم هستی، از آن پرده دیگر برو بستی. بدان اینو در فضاهای مجازی هم خیلی خوب میشه دید. ما به محض اینکه پیامی رو میبینیم قبل از اینکه درباره مرجع اون، گوینده اون، نویسنده اون، صحت و سقم اون مطالعه کنیم، اون رو به راحتی برای دیگران میفرستیم. این نمونه ایست از این هرزه درایی و وراجی که هایدگر از اون صحبت میکنه. ویژگی دومی که هایدگر میگه کنجکاویه. منظور از کنجکاوی همون نوجویی منفی و سرک کشیدن به همه جا و ناخنک زدن به همه چیزه. این ویژگی مستقیما از شهوت انسان به نوجویی ناشی میشه. کنجکاوی های علمی به طور کامل از این بحث بیرونن. کنجکاوی بلفضولانه باعث میشه که انسان همواره دنبال مطالب جدید بره و با دیدن یا شنیدن سخنی جدید بر سر شوق بیاد، ولی به سرعت از اون خسته بشه و شتاب زده دنبال مطالب جدید بره. این نوع نوجویی مانع به کار بستن دانسته ها و درونی کردن اونها میشه. در اینجا خبری از هضم کردن و عمیقا فهمیدن نیست. شخص میل مهارناپذیری به شنیدن و دیدن و خوندن مطالب جدید داره و کار او سرک کشیدن به انبان آگاهی های دیگرانه. مولانا داستانی در مثنوی داره، میگه یک آقایی پرندهی رو گرفته بود و میخواست اونو کباب کنه و بخوره. پرنده به او گفت که تو این همه گوشت خوردی در طول عمرت، گاو و گوسفند خوردی، سیر نشدی، از خوردن منم سیر نمیشی، لطفاً منو نکش، ولم کن برم. در مقابل سه تا نصیحت به تو میکنم که خیلی با ارزشن. پند اول رو تو دستت میگم، پند اول رو پند دوم رو دیوار میگم و پند سوم رو روی درخت. پند اول که تو دستت میگم اینه که هیچ وقت حرف محال رو باور نکن. این آقا پرنده رو رها کرد، پرنده رفت روی دیوار نشست و گفت پند دوم اینه که به خاطر گذشته حسرت نخور. و بعد گفت قبل از اینکه پند سوم رو بگم میخواستم یه نکته هم بهتون بگم، اونم اینه که در درون من یک مرواریدیه که مثلا 10 گرم وزنشه و تو اگر منو میگرفتی و شکم منو پاره میکردی اون مروارید رو بیرون میآوردی و میفروختی و ثروتمند میشدی. این مرد شروع کرد به آه کشیدن و ناله کردن و گریه کردن و زدن توی سر خودش. پرنده او رو ساکت کرد و گفت آقا جون، من به شما گفتم حرف محال رو باور نکن، من همش 2 گرم نیستم، چجور میخواد یک مروارید 10 گرمی توی بدن من باشه؟ و دومی که گفتم به خاطر گذشته حسرت نخور، من از دست تو در رفتم، تو دیگه هرچی هم گریه بزاری کنی من بر نمی گردم، بنابراین حسرت خوردن تو و گریه زاری تو به خاطر گذشته بیهوده است. این مرد آروم شد و گفت کاملا درست میگی، دو تا پند ارزشمند به من دادی، لطفاً پند سوم رو بگو. و پرنده گفت آره، تو به اون 2 پند اولی خوش عمل کردی، حالا میخوایی که من پند سوم رو هم به تو بگم؟ گفت آری خوش عمل کردی بدان، تا بگویم پند سالس رایگان. پند گفتن با جهول خوابناک، تخم افکندن بود در شور خاک.
این میل شدید انسان به کنجکاوی باعث میشه که آموخته ها و شنیده های خودش رو و خونده های خودش رو بدون فهمیدن رها کنه و به دنبال مطالب و اطلاعات جدید بره و دائم شهوت شنیدن و خوندن داشته باشه. به نظر شمس تبریزی این روش کاملا نادرسته و باید شخص یک نکته رو به درستی بفهمه، درونی کنه و به کار ببنده، اون وقت بره دنبال نکات دیگه. خیلی تیکه درخشانی و من در جلسات آینده باز هم به این تیکه بر میگردم. لطفاً دقت کنید و ببینید چقدر این نکته کاربردیه و به درد زندگی ما میخوره. شمس میگه نفع در این است که لقمه‌ای خوردی چندانی صبر کنی که آن لقمه نفع خود بکند، آنگاه لقمه دیگر بخوری. نفع در این است که لقمه‌ای خوردی چندانی صبر کنی که آن لقمه نفع خود بکند، آنگاه لقمه دیگر بخوری. حکمت این است و همچنین در استماع و حکمت، در استماع حکمت. اگر من در این علمهای ظاهر شروع کردمی تا یک درس را اتقان نکردمی، یعنی خوب یاد نمی گرفتم، به دیگری شروع نکردمی. مثلا این که چندین گاه می خواند بر این هیچ نتواند شکال گفتن و زیادت کردن، از بهر آن که چون این درس مخمر یعنی پخته نشده باشد، چنان که همه فواید و اشکالات که مولانا فرمود توانم اعاده کردن، فردا هرگز درس نگیرم، همان درس را باز خوانم. کسی که یک مسئله را مخمر کند چنان که حق آن است، بهتر باشد از آن که هزار مسئله بخواند خام. مقالات دفتر اول صفحات 137 و 138. درست اینه که شخص مطلبی درست و عالی رو برگزینه، اون رو به دقت تمام بخونه و بفهمه و بعد اون رو درونی بکنه و به کار ببنده، به طوری که اون مطلب حقیقتاً از آن او بشه. در این صورته که ذوق اون مطلب رو در میابه و به روشنی و به کمال میرسه. این معنا در ضمن گفتگویی که بین مولانا و یک درویش اومده به خوبی بیان شده. درویشی در حضرت مولانا حکایت کرده است که فلانی شرابخوار عظیم است اما هیچ مست نمی شود. فرمود که مگر بر جیب می ریزد، یعنی شرابو می ریزه توی یقش. چه خاصیت شراب آن است که مست کند، و وقتی که مستی نکند سرکه بوده باشد. مثال مقلدان شریعت و طریقت نیز همچنان است که کلام الله را می خوانند و می خوایند و هیچ نمی خورند و سخنان اولیا را تقریر می کنند و هیچ گونه مستی و شوقی ندارند و از آنجا ذوقی نمی یابند. از آن که می خوانند و می خوایند و هیچ نمی خورند، از آن که می خوانند و می خوایند و هیچ نمی خورند. همانا که از خدا خوانی خدا دانی بهتر است. مناقب جلد اول صفحه 437. در جای دیگه از مناقب جلد اول صفحه 415 باز سخنی از مولانا اومده که این نظر شمس تبریزی رو تایید میکنه. میگه ده منان را خاییدن یعنی جویدن و در جیب ریختن قوی سهل است، اما یک منان را خوردن عظیم دشوار است. چه این علمای ظاهر علوم اهل معلوم را میخوایند و میریزند، اگر یک بار چنان که میباید خوردندی بیان که خواندندی، از زحمت خاییدن رهیدندی و خاموشی را پیشه خود کردندی. انسان اگر غذا بخوره سیر میشه. کسی که غذا میخوره و سیر نمیشه معناش اینه که غذا نمیخوره، او داره غذا رو میجوه و اونو بیرون میندازه. اگر ما کتاب میخونیم و از کتاب خوندنمون بهره نمیگیریم، اگر نکته‌ای میآموزیم و همچنان سر خط اول وایسادیم، باید بدونیم که روش ما درست نیست و روش درست اینه که ما یک مطلب رو بیاموزیم، درونی کنیم، به کار ببندیم، مال خودمون کنیم، بعد بریم سراغ مطلب بعدی. دوستان واقع قضیه اینه، اینو بعد از 30 سال مطالعه و تأمل مدام خدمت شما عرض میکنم که عموم کتاب‌های برجسته دنیا 2-3 حرف بیشتر ندارن و همونه که داره همه جا تکرار میشه. همونطور که شخص گرسنه به همه غذاهای دنیا می اندیشه ولی وقتی از یک غذا سیر شد از همه غذاها سیر میشه، طالبان حقیقت هم در پی همه کتابها و استادها میرن ولی اگر اون حرف اصلی رو بیابند از همه کتابها و استادها بی‌نیاز میشن. 100 کتاب هست جز یک باب نیست،
صد جهت را قصد جز محراب نیست، این طرق را مخلصش یک خانه است، این هزاران سنبل از یک دانه است. انسان فرهیخته کسیه که از تکرار مطالب درست و دقیق خسته نمیشه، به خاطر اینکه رشد و پیشرفت در گرو تکرار کردن و از تکرار ملول نشدنه. بر ملولان این مکرر کردن است، نزد من عمر مکرر بردن است. شمس از برق مکرر بر شود، خاک از تاب مکرر زر شود. بنابراین باید کنجکاوی به معنای نوجویی بی حاصل رو بذاریم کنار و شروع کنیم به درونی کردن آموخته های خودمون. بریم سراغ سومین ویژگی که هایدگر میگه و اون عبارت هست از ابهام. ابهام یعنی سردرگمی و گیجی بر اثر انبوه اطلاعات. کسانی که از همه سو خودشون رو با اطلاعات احاطه میکنن ممکنه به تدریج معیار درونی برای قضاوت کردن رو از دست بدن و در میان انبوه اطلاعات سرگردون بمونن. به نظر میرسه که شمس تبریزی در این باره کاملا با هایدگر همداستانه و بر این باوره که اطلاعات فراوان میتونن روح انسان رو خفه کنن. مولانا هم بارها این سخن رو مطرح کرده که باید از آگاهی های بیهوده و دانش های غیر لازم تهی بشیم تا آمادگی دریافت دانش های راستین و سودمند رو بیابیم. چون نکردی هیچ سودی زین حیل، ترک حیلت کن که پیش آید دول. چون که یک لحظه نخوردی برز فن، ترک فنگو می طلب رب المنن. چون مبارک نیست بر تو این علوم، خیشتن گولی کن و بگذر زشوم. چون ملایک گوی لا علم لنا، یا الهی غیر ما علمتنا. خب دوستان، ما بحثمون رو درباره کاستن و پیراستن از دانایی‌ها به پایان برسونیم. اگر خاطرتون باشه گفتیم روش کاستن رو در سه حوزه حداقل میشه به کار بست. یکی کاستن از دانایی‌ها و اطلاعات، دوم کاستن از دارایی‌ها و سوم کاستن از هویت‌ها. بریم سراغ دومین بحث، کاستن و پیراستن، یعنی کاستن از دارایی‌های زائد. فقط دانایی‌های زائد نیستن که سلامت روانی انسان رو به خطر میندازن و مانع رشد معنوی او میشن. دارایی‌های زائد هم غالبا دست و پای انسان رو میبندن و مانع حرکت او میشن. در بخش قبلی هفته گذشته، نوبت گذشته عرض کردم که انسان برای خوشبختی به دانایی کمی نیاز داره. الان بر این نکته تأکید میکنم که انسان برای نیکبختی به دارایی کمی هم احتیاج داره. دوستان عزیزم، به هیچ وجه از فقر و گداصفتی و گرسنگی دفاع نمیکنیم. این حق طبیعی هر انسانیه که از حیث دارایی های مادی در رفاه و آسایش باشه. ثبات مالی و استقلال اقتصادی یکی از ارکان سعادت انسانه. ولی مسئله اینجاست که غالب انسانها رشد اقتصادی رو به یگانه هدف زندگی خودشون تبدیل میکنن و تمام اوقات خودشون رو آزمندانه صرف درآمدزایی و تولید ثروت میکنن. اینجور افرادی چنان گرم پول درآوردن و ثروتمند شدن میشن که نیازهای عاطفی و جسمی و اجتماعی و معنوی و خانوادگی خودشون رو به کلی از یاد میبرن و در دام یک زندگی کاملا نامتعادل میفتن. کتاب بسیار ارزشمندی هست به نام بهای سنگین مادیگرایی از استاد تیم کاسر که من به یاری خدا یا یک جلسه یک روزه یا حداقل یک سخنرانی دو ساعته میخوام راجع به این کتاب بعدن بذارم. از همه خواهش میکنم این کتاب بسیار ارزشمند رو با دقت تمام بارها بخونن. استاد تیم کاسر در این کتاب بر اساس شاید بیش از 100 تا 150 تا تحقیق درجه اول به خوبی این نکته رو تبیین کرده که وقتی ارزش‌های مادی از جمله پول در کانون توجه انسان قرار می‌گیره، زندگی به سرعت پوک و پوچ و بی‌معنا میشه و قنا و عمق خودش رو از دست میده. شخصی که پول و ارزش‌های مادی رو در کانون زندگی خودش قرار میده، نه تنها از دستیابی به کمالات معنوی باز میمونه،
بلکه شادی و آرامش خودش رو هم از دست میده و مهمترین روابط خودش رو هم قربانی میکنه. مسئله اینه که غالب انسانها به پول نه به عنوان ابزاری برای زندگی، بلکه به مثابه هدفی برای تمام تلاشها و تکاپوهای خودشون نگاه میکنن و به تعبیر شمس پول رو قبله زندگی خودشون میکنن. شمس میگه مال قبله اغلب خلق است، رهروان آن را فدا کردند. یک پول عزیزتر از پیش دنیا پرست از جان شیرینش، گویی او را خود مگر جان نیست. اگر جان بودیش مال پیش او از آن عزیزتر نبودی. والله که یک پول پیش دنیا پرست قبله است. مقالات دفتر اول صفحات 129 و 130. دوستان عزیزم، پول نوکر بسیار خوب ولی ارباب بسیار بدیه. پول خادم انسانه و باید همیشه خادم انسان بمونه. نشونه های این که پول ارباب انسان شده و انسان افتاده در وادی پول پرستی اینه که پول رو در اولویت زندگی خودش قرار میده و به دیگر بخش های زندگی بیتوجهی میکنه. بسیار بیشتر از نیازهای طبیعی خودش پول به دست میاره و اندوختن و جمع کردن پول رو به هدفش تبدیل میکنه. وابستگی عاطفی به پول پیدا میکنه و با پول هم هویت میشه، به طوری که ارزش و اهمیت خودش و معنای زندگیش رو از پول کسب میکنه و بدون پول احساس بی ارزش بودن پیدا میکنه. و چهارم این که نیازمندان رو در دارایی های خودش سهیم نمیکنه و تکخوری میکنه. با این مقدمه به سراغ شمس بریم. هر کسی یه بار مقالات رو خونده باشه میدونه که شمس وابستگی به پول و دارایی های مادی رو از بزرگترین موانع رشد معنوی انسان میدونه. به نظر شمس بدون قطع وابستگی به پول هیچ راهی برای رهایی وجود نداره. همونطور که برای رفتن از این ور دره به اون طرف دره چاره‌ای جز گذشتن از روی پل وجود نداره، برای رسیدن به حقیقت و آرامش هم راهی جز گذشتن از پول وجود نداره. فرض کنید که دو تا شهر در امتداد همدیگه قرار دارن و در هر دو طرف جاده‌ای که بین این دو شهره بیابان بسیار خطرناکی قرار داره و برای رسیدن به شهر دوم حتما از شهر اول باید بریم و از اون راه خاص باید بریم، وگرنه خطر گم شدن از سرما و خطر گم شدن و تلف شدن بر اثر گرما و سرما و تومه حیوانات شدن در کمینه. همونطور که در این مثال تنها راه برای رسیدن به شهر دوم گذشتن از شهر اوله، به نظر شمس تنها راه رسیدن به سعادت و رشد گذشتن از پوله. به این تیکه زیبا توجه کنید. امروز قواس مولاناست و بازرگان من و گوهری میان ماست. مولانا قواسه، من گوهر فروشم و یه گوهری هست. میگویند که طریق گوهر میان شماست، ما بدان راه یابیم. گفتم آری، ولی کن طریق این است، البته گذر به آکسراست. آکسرا یک شهریه در ترکیه. و البته آن گذشتن است بر پول جاهدو به اموالهم و انفسهم. اینجا پول یعنی پول. اول ایثار مال است، بعد از آن کارها بسیار است. الا اول ممر با آکسراست، هیچ گذر نیست الا آقسرا هست، الا در بیابان. و همین که قول و گرگ دید که غایب شدی از راه، چنان که تیر پران آمد و رفیق و همراه شد. و همین که قول و گرگ دید که غایب شدی از راه، چنان که تیر پران آمد و رفیق و همراه شد، تو را یک لقمه کرد و فرو برد. اکنون چه خواهی کرد و چه خواهی داد؟ پیش دلت چیست؟ بگو آنچه هست. اگر مانعی هست بازگو، اگر با من بازگویی مانع را، من طریق بیاموزم که بر تو سهل شود. من طریق به از تو دانم، من حدیث گوهر میگویم، تو از پولی بر نمیخیزی. مقالات دفتر یک صفحات 115 و 116. این مسئله گذشتن از پول به قدری در نظر شمس اهمیت داشته که او غالبا مریدان و طالبانش رو با همین معیار آزمایش میکرده و اگر کسی از پول نمیگذشته شمس به هیچ وجه او رو به شاگردی قبول نمیکرده. غالب افراد چون منظور شمس رو نمیفهمیدن
گمان میکردم که شمس انسان پولوسیه و پولها رو برای خودش میخواد و حتی عده‌ای به خاطر همین موضوع اعتقاد خودشون رو به شمس از دست میدادن. شمس میگه بسیار بزرگان از این سوس شدن از من که او خود در بند سیم بوده است. در بند پول نبودم، در بند آن بودم که خر از پل بگذرد. مقالات دفتر اول صفحه 288. شمس بارها بر این نکته تأکید میکنه که هیچ وابستگی به مال و ملال دنیا نداره و تنها هدف او آزمودن صدق طالبه و بس. درست به همین خاطر بود که اگر کسی از این آزمون سربلند بیرون میومد و از پول دست بر میداشت، شمس عاشقانه او رو میپذیرفت. آنچه پیش خلق مرغوب ترین چیز هاست از آرزوانه های دنیا پیش من فرخش و مکروه ترین است. الا جهت نیاز کسی و سعادت کسی سر فرو آرم، زیرا که او مال که معشوقه و قبله همه است چنین بذل می کند، با این نیاز چگونه پشت پای زنیم. مقالات دفتر اول صفحه 274. و اگر کسی از این آزمون پیروز بیرون نمی اومد، شمس هم او رو نمی پذیرفت. قبلا نمونه رو گفتم از دفتر اول مقالات صفحات 291 و 292. داستانی در مناقب العارفین اومده که نشون میده شمس تبریزی حسام الدین چلپی رو هم با همین معیار آزمایش کرده بود و او به راحتی از سر تمام اموالش برخواسته بود و همه رو در کفش شمس تبریزی ریخته بود و شمس در واقع پولها رو نپذیرفته بود و به او برگردونده بود. و بعد این جمله خیلی زیبا رو میگه که هر مریدی و این جمله خیلی زیبا در مناقب العارفین اومده، هر مریدی و عاشقی که در راه شیخ خود زربازی توانت کرد، سربازی هم توانت کرد و هرگز عاشقان مخلص به دین دنیا نمانده. بگیر کیسه پرزر به اقرض الله آی، قرازه قرض دهی 100,000 کان گیری. مناقب العارفین جلد دوم صفحات 616، عذر میخوام صفحه 628. خب کاملا به این نکته باید توجه کرد که شمس نمیخواست پول رو از انسانها دور کنه. هدف او جدا کردن افراد از وابستگی ذهنی به پول بود. در داستان شمس و حسام الدین میبینیم که وقتی حسام الدین اموال خودش رو به شمس تقدیم میکنه و شمس از وارستگی او اطمینان به دست میاره، همه پولها رو به او بر میگردونه و هیچی از اونها رو بر نمیداره. مسئله در اینجاست که شخص به دارایی های خودش وابسته نباشه و هویت خودش رو بر اساس دارایی هاش تعریف نکنه. ممکنه کسی ثروت کلانی داشته باشه ولی از اون آزاد باشه و ممکنه کسی فقط یک دینار داشته باشه ولی به اون وابسته باشه. اما شرح هوا، بدان که از این هوا زر و زن و دنیا نمیخواهیم، بلکه گرد دنیا نیارد گشتن از بیم آن که آن مستی هوا کم شود. مقالات دفتر دو صفحه 103. مولانا هم کاملا با شمس هم داستانه. چیست دنیا از خدا غافل بودن، نه قماش و نقره و میزان و زن. مال را که از بهر دین باشی حمول، نعم مال صالحون خواندش رسول. آب در کشتی هلاک کشتی است، آب اندر زیر کشتی پشتی است. همجوری که اگر آب زیر کشتی باشه باعث حرکت کشتی میشه ولی بیا توی کشتی، کشتی رو غرق میکنه. اگر ما سوار پول باشیم پول عالیه، اگر پول سوار ما بشه اون وقت پول بد میشه. چون که مال و ملک را از دل براند، زان سلیمان خیش جز مسکین نخواند. کوزه سربسته اندر آب زفت، از دل پرباد فوق آب رفت. باد درویشی چو در باطن بود، بر سر آب جهان ساکن بود. گرچه جمله این جهان ملک وی است، ملک در چشم دل او لاشه است. بریم سراغ سومین مبحث در بحث کاستن و پیراستن. مسئله کاستن و پیراستن رو گذشته از حوزه دانایی ها و دارایی ها در زمینه دیگری هم میشه بررسی کرد و اون کاستن از هویت‌های کاذبه. دوستان عزیزم، من انسان دوستان باید ذخیره کنیم چون داره زمان به پایان میرسه. قطع میکنیم و دوباره برمیگردیم. ببخشید تا 40 ثانیه دیگه
قطع میشه. فعلا شما رو به خدا میسپارم، لطفا بلافاصله تشریف بیارید. ستایشان دوستان عزیزم ببخشید، یک ساعت اینستاگرام پایان رسید، دیگه مجبور بودیم قطع بکنیم. با عرض سلام مجدد خدمت شما دوستان عزیز و ارجمندم، رسیدیم به سومین بحث در بخش کاستن و پیراستن که عبارت بود از کاستن از هویت‌های زائد و کاذب. به شما دوستان عزیزم عرض کردم که مسئله کاستن و پیراستن رو گذشته از حوزه دانایی‌ها و دارایی‌ها در زمینه دیگه هم میشه بررسی کرد و اون عبارت است از کاستن از هویت‌های کاذب. مسئله اینه که من انسان در طول زمان به شکل دروغینی پیوسته فربهتر و فربهتر میشه و عموم انسان‌ها به تدریج عناصر فراوانی رو که ناخود هستند جذب می‌کنند و اونها رو خود می‌پندارند و چه بسا حجم این امور زائد بربسته انقدر زیاد میشه که در این وسط هسته اصلی شخصیت انسان به کلی از دست میره. به این ترتیب من واقعی انسان که همون روح الهی او هست در زیر کوهی از نقابها، پندارها، انگارها و خیالات پنهان میشه و زندگانی دروغ و پندارینی رو برای او رقم میزنه. برای رهایی یافتن از این وضعیت چاره‌ای جز دور ریختن این پندارها نیست. یعنی ابتدا ما باید ناخودها رو دور بریزیم و بفهمیم که چه چیزهایی واقعا من نیستن. زین 2000 من و ما، ای عجبا من چه منم. به این ترتیب ما باید شروع کنیم به برداشتن نقابها، پندارها و بارهایی که در طول زمان به هسته اصلی شخصیت خودمون بستیم. در آغاز به نظر میرسه که ما پیوسته خودمون رو کوچکتر و کوچکتر میکنیم، ولی بعد از دور ریختن حشفها و زوائد ناگهان با یک زیبایی بسیار خیره کننده و عظیم روبرو میشیم. من خانه تهی کردم که از رخت تو پردارم، میکاهم تا عشقت افزاید و افزوید. من میکاهم تا افزایش پیدا کنم. در اینجا نکته‌ای که مولانا بهش اشاره میکنه و خیلی مهمه اینه که برای زیاد شدن باید حتما فرایند کاهش یافتن رو طی کرد و برای پر شدن حتما باید خالی شد. حقیقتا بدون کاستن نمیشه افزایش یافت و بدون نیست شدن نمیشه هست شد. هست مطلق کارساز نیستی است، کارگاه هست کن جز نیست چیست. بر نوشته هیچ بنویسد کسی، یا نهاله کاردن در مقرسی. کاغذی جوید که آن بنوشته نیست، تخم کارد موضعی که کشته نیست. تو برادر موضعی ناکشته باش، کاغذ اسپید نابنوشته باش. تا مشرف گردی از نون و القلم، تا بکارد در تو تخم ذوالکرم. تا مشرف گردی از نون و القلم، تا بکارد در تو تخم ذوالکرم. تعداد زیادی از کارهایی که شمس با مولانا انجام داده دقیقا در همین راستا قابل تبیینن. شمس متوجه شد که جان مولانا
در زیر مقدار زیادی نقاب و نفاق و سانسور مدفون شده و او به وضع رقتباری در زندان شهرت و محبوبیت و استادی و شیخی و نظایر اونها گرفتار شده. اینی که از مهمترین روش‌های شمس تبریزی بود که مولانا رو از این قفس‌ها و هویت‌های دروغین نجات داد. مولانا در غزل بسیار معروفی که شرح ملاقات او و شمسه و شرح کارهایی که شمس با او کرده به این موضوع اشاره کرده. گفت که تو زیرککی مست خیالی و شکی، گول شدم هول شدم و از همه برکنده شدم. گفت که تو شمع شدی قبله این جمع شدی، جمع نیم شمع نیم دود پراکنده شدم. گفت که شیخی و سری پیش رو و راه بری، شیخ نیم پیش نیم امر تو را بنده شدم. خوشبختانه کتاب های خوبی در زمانه ما راجع به رها شدن از این هویت های کاذب نوشته شده. آثار کریشنامورتی، آثار اکارتوله، آثار محمد جعفر مصفا و امثال اونها به خوبی راجع به این موضوع صحبت میکنه و از شما خواهش میکنم به این کتاب ها مراجعه بکنید و مسئله رها شدن از هویت های کاذب رو جدی بگیرید. دوستان، بحث ما راجع به روش کاستن و پیراستن به پایان رسید. به اختصار واقعا سعی کردم که این موضوع رو در سه سطح، کاستن از دانایی ها، کاستن از دارایی ها و کاستن از هویت ها، مطرح کنم. بریم سراغ پنجمین مصداق بهره‌گیری شمس از جور و جفا در امر آموزش که عبارت هست از تنبیه بدنی. مهمترین جلوه جور و جفای استاد در امر آموزش تنبیه بدنیه و این موضوع در زندگی شمس برجستگی چشمگیری داره و حتما باید به دقت مورد بررسی قرار بگیره. شمس به شدت اهل تنبیه کردن دیگرانه و کتک زدن دیگران و بدون هیچ واهمه‌ای ماجراهای خودش رو در زمینه کتک زدن دیگران بازگو میکنه. نظر شمس اینه که برخی از انسانها چنان در معرض خطرند و به خودشون و دیگران آسیب میزنن که غیر از کتک زدن و تنبیه کردن هیچ راهی برای اصلاح اونها وجود نداره. درسته که کتک زدن دیگران کاری بسیار دردآوره، ولی برای جلوگیری از شرهای بزرگتر چاره‌ای جز دست یازیدن به این شر کوچیک نیست. یک سیلی که بتونه جلوی بردار رفتن یک کسی رو بگیره البته سیلی مبارکیه. شمس در مقالات دفتر دوم صفحه 31 به این بیت استناد کرده: کسی کش گل نسازد خار سازد، کرا منبر نسازد دار سازد. اگر کسی پای منبر نمیشینه و درس یاد نمیگیره و متنبه نمیشه و خودش رو درست نمیکنه و رنج پای منبر نشستن رو بر خودش هموار نمیکنه، ممکنه که در آینده بر سر دار بره. و کسانی هستن که گل و لطافت اونها رو تربیت نمیکنه، با خار باید اونها رو تربیت کرد. اگر در کودکی برای تربیت کودک اندک خشونتی به خرج بدیم، چه بسا که او در آینده زندگی بسیار خوبی پیدا کنه و از رنجها و مشکلات رهایی پیدا کنه. شمس میگه اگر این بچه را به من دهند چنانش برارم که نه این خواهد نه آن، چنان که هر که بیندش گوید فریشته است این آدمی نیست. رها کنم تا از خردگی به بازی براید، بزرگ شود آنگاه او داند گو بازی می کن. چنانش برارم در اندک مدت عجبی شود، چنان که نمیرد رنجور نشود. لقمه بی امر در دهان کند، انگشت در کند و از دهانش بیرون کشند. زیرا چون بزرگ شود در خودرایی، نصیحت سود ندارد مگر بکشیش یا چندان بزنیش که بمیرد. غرض من از این خشونت آن است تا نفس او سر از کجا برکند. آری وقتی باشد که هرزه می کشند کودکان را، یعنی بیهوده و بیدلیل کتکشون می زنن بچه ها رو، نه جهت ادب نفس بلکه جهت غیظ نفس، میگه این درست نیست و خود آنجا شفاعت کنم که بس کن، نفس خود را ادب کن، کودک را مکش. این زمین را یکی می شکافد، یکی آمده است که این زمین سلامت را چرا خراب می کنی؟ او خود امارت را از خراب نمی داند. او خود امارت را از خراب نمی داند.
اگر خراب نکردی زمین خراب شدی، نه در آن خرابی عمارت هاست، یا نه در آن خرابی عمارت هاست. مقاله دفتر اول صفحات 235 و 236. بنابراین از نظر شمس استفاده از تنبیه و کتک زدن در تربیت بعضی از افراد ضروریه و بعضی از شاگردهای آگاه و دانا هستند که خودشون میفهمن جور استاد از مهر دیگران بهتره و به این آگاهی میرسن که کار اونها بدون تنبیه سامان پیدا نمیکنه. اونها خودشون از استاد میخوان که تنبیهشون کنه. شمس درباره یکی از دوستان خودش یه اینجور گزارشی میده. مقالات دفتر دو صفحه 17. در اینجا دو تا مسئله مهم وجود داره که بعداً من به اونا برمیگردم. یکی این که تشخیص استاد واقعاً باید درست باشه. او هم باید در تشخیص وضعیت بحرانی شاگرد و هم در تشخیص اینکه درمان او در تنبیه بدنیه دچار خطا نشه. و دوم اینکه این کار رو بدون هیچ گونه خشم نفسانی انجام بده. تنبیه خالصانه و آگاهانه و بدون خودخواهیه که ممکنه زمینه رشد و هدایت شاگرد رو فراهم بیاره. شمس در پایان داستان معروف و مفصلی که یک کودک سرکش رو شدیداً کتک زده، از زبان کودک به همین موضوع اشاره میکنه که او خدای من است، چه جای استاد است و من از او نگسلم تا در مرگ. خدای داند که چه خواستم شدن، بر کدام دار خواستم خوش شدن، مرا به اصلاح آورد. مقالات دفتر اول صفحات 291 تا 294. دوستان، حالا که با نظر شمس درباره تنبیه بدنی آشنا شدیم، لازمه که این نظر رو نقد کنیم. قبل از پرداختن به نقد نظر شمس تبریزی درباره تنبیه بدنی، لازمه که 3 تا نکته رو به اختصار مطرح کنم. نکته اول اینه که من در جلسه اولم عرض کردم خدمتتون که ما حق نداریم با معیارهای امروزی به داوری درباره گذشتگان بپردازیم، به خاطر اینکه نگاه ما به مقولات اصلی جهانبینی تفاوتهای بنیادینی با نگاه اونها پیدا کرده و ما باید هر کسی رو در ظرف زمان و مکان خودش ببینیم و از تحمیل کردن معیارهای زمانه خودمون بر او پرهیز کنیم. ممکنه مسئله مثل تنبیه بدنی در یک دوره تاریخی خاص مورد قبول عقلای قوم باشه و همگان از این در واقع از این روش در کار آموزش استفاده کنن، ولی در زمانه دیگری مثل زمانه ما اینطور نباشه. ولی به هر حال چون شمس از کسانیه که هنوز هم در زندگی افراد زیادی تأثیر داره، لازمه که ما با نهایت انصاف نظر او رو نقد کنیم. این نکته اول. نکته دوم اینه که ما نیاز مبرم به نقد بزرگان خودمون داریم. همونجور که من بارها عرض کردم، حقیقتاً بت‌سازی و معصوم‌سازی یکی از بزرگترین خطاهایی که دامنگیر جامعه ما شده و آسیب‌های فراوانی رو به ما وارد کرده. با کمال دریغ باید عرض کنم که جامعه ما هنوز هم دارای تفکر همه یا هیچه. ما یا در بس کسی رو میپذیریم و همه خطاها و رذایل او رو توجیه به کمال میکنیم، و یا اینکه مطلقاً کسی رو رد میکنیم و همه فضیلتها و نقاط مثبت او رو نادیده میگیریم. این نوع نگاه به انسان کاملاً نادرسته. هیچ انسانی مطلقاً خوب یا مطلقاً بد نیست. عموم انسانها ترکیبی از عیب و هنر و خوبی و بدی هستند. درست اینه که ما انسانها خوبیها و نقاط قوت انسانها رو ببینیم و اونها رو به خاطر این خوبیها و نقاط قوت ستایش کنیم و بدیها و نقاط ضعفشون هم ببینیم و نقدشون کنیم. این اذهان تنبل و بی اراده هم که یک بار و یک جا درباره کسی داوری میکنن و یک بار برای همیشه تصمیم میگیرن که او رو خوب ببینن یا بد. کسی که ذهنی نیرومند و فعال داره برای خودش این حق رو قائل میشه که خوبی ها و بدی های دیگران رو به دقت از هم تفکیک کنه و به هیچ وجه به خاطر چند عیب یا به سبب چند تا هنر نسخه کلی برای هیچ کسی نپیچه. این مسئله مخصوصا در مواجهه با دشمنان و مخالفان از یه سو و دوستان و موافقان از سوی دیگه اهمیت بیشتری پیدا میکنه. ما در دشمنان و مخالفانمون معمولا هیچ فضیلتی نمیبینیم و تماما اونها رو پلید و پلشت و مردود به شمار میاریم
و در دوستان و موافقان خودمون هیچ خطا و رذیلتی نمییابیم و اونها رو کاملا پاک و پیراسته و مقبول میدونیم. این نوع نگاه به انسان خیلی نادرسته و آسیب‌های فردی و اجتماعی فراوانی رو در پی داره. درست اینه که ما بزرگان سرزمین خودمون رو محترم بشموریم و به اونها عشق بورزیم، ولی خطاهای ریز و درشت اونها رو هم ببینیم و منصفانه نقدشون کنیم. از طرفی مراقب باشیم که دیدن نقاط ضعف اونها ما رو از اونها متنفر نکنه و از طرفی مواظب باشیم که دیدن نقاط مثبتشون کار ما رو به بت‌پرستی و معصوم‌سازی نکشونه. حقیقتاً این خیلی کار دشواریه و انسان باید خیلی فرهیخته باشه که در این وادی در دام افراط و تفریط نیفته. به هر حال شمس با وجود همه بزرگی‌های غیرقابل انکارش از جهاتی قابل نقده که یکی از اون جهات هم همین نظری است که نگاهی است که به تنبیه بدنی داره. و نکته سوم این که شاید اگر روزی نسخه منقح‌تری از مقالات شمس به دست بیاد، بعضی از مطالبی که ما در اینجا به خاطر اونها شمس رو نقد میکنیم در اون نسخه نباشیم. بسیار امیدواریم که اینجور باشه، ولی به نظر میرسه مطالبی که درباره تنبیه بدنی به اونها استناد میکنیم مسلماً از شمسن و از حیث زبان و فکر با بخشهای دیگر مقالات همخونی دارن. از طرف دیگه اگر این مطالب از شمس نباشه، در اون صورت نقد ما متوجه مطالبیه که در مقالات کنونی دیده میشه و اونها رو به حساب شمس میذارن. به هر حال این کتاب فعلا تنها کتابیه که به شمس منسوبه و لازم منصفانه و آگاهانه مطالب اون نقد بشه. اگر روزی نسخه ای از مقالات به دست اومد که این مطالب در اونها نبود، نقدهای ما هم خود به خود از درجه اعتبار ساقط میشه. با این مقدمه 4 ملاحظه انتقادی رو درباره نظر شمس تبریزی درباره تنبیه بدنی با شما دوستان عزیزم در میون میگذارم. نکته اول راجع به حساس بودن و عصبی بودن و زودرنجی شمس تبریزی. دوستان عزیزم، میشه پذیرفت که اگر یه تنبیه ساده جلو یک مفسده بزرگ رو بگیره، البته کار پسندیده‌ایه. اما اون چیزی که ما در سیره شمس تبریزی می‌بینیم بسیار فراتر از تنبیه ساده است. او حقیقتاً به شکل بیمارگونه‌ای دیگران رو کتک می‌زنه. کلمه بیمارگونه رو توصیفی به کار بردم، قصد توهین نداشتم واقعاً. اگرچه خودش در جایی میگه کسی جنایتی میکند که پیش من شکنجه کنند، هیچ دل من طاقت نمیدارد، اگر طاقت آن داشتمی هم نیکو بودی. مقالات دفتر 2 صفحه 31. اگرچه این حرفو میزنه، با این حال رفتارهای او با دیگران دقیقا خلاف این رو ثابت میکنه. برای نمونه شمس تبریزی دانش آموز بیچاره‌ای رو که بر اثر عجله یا دستپاچگی موقعی که میخواد قرآن رو باز کنه یه تیکه از قرآن رو پاره میکنه، به شدت تنبیه میکنه. لطفاً توجه کنید. روز دوم آمد اون بچه، گفتم چه خوانده ای؟ گفت تا طلاق، یعنی تا سوره طلاق خوندم. گفتم مبارک، بیا بخوان. مصحف را باز کرد پیش من، یعنی قرآن را، از اشتاب پاره‌ای دریده شد. گفتم مصحف را چگونه میگیری؟ یک سیلیش زدم، تپانچه‌ای که بر زمین افتاد و دیگری، و مویش را پاره پاره کردم و همه برکندم و دستهاش بخاییدم، یعنی گاز گرفتم، که خون روان شد. بستمش در فلق. فلق یعنی فلک. مقاله دفتر اول صفحات 292 و 293. به خاطر اینکه یک بچه واقعا ناآگاه بر اثر عجله قرآن دستش خورده، یه صفحه از قرآن پاره شده، شمس تبریزی چنان سیلی به او زده که او رو بر زمین انداخته، موش رو پاره پاره کرده، کنده، دستاشو گاز گرفته، خون ازش جاری شده و باز راضی نشده، او رو به فلک بسته. این کودک بیچاره یک هفته به مدرسه نمیاد. شمس هم مایله که او دیگه به مدرسه نیاد، چون میترسه واقعا کاری دست خودش و دست او بده. ولی کودک میاد و در همون روز اول شمس او رو در حال قماربازی میبینه. با بچه‌ها نشسته داره قماربازی میکنه. معلومه که قماربازی بچه‌ها هم اعتباری نداره و سر برد و باخت نیست، اصلا در واقع حکم حلال و حرام یا حکم حرمت بر او جاری نمیشه.
شمس چنان این بچه رو تنبیه میکنه که تا یک ماه نمیتونه از خونه خارج بشه. با اینکه این پسر موقع دیدن شمس به شدت نگران شده و دست و پاش خشک شده، باز هم شمس کوتاه نمیاد و به شدت او رو کتک میزنه. با اینکه شمس ناراحتی خودش رو از این کار اعلام میکنه و میگه من ناراحت بودم از این کار، ولی شرح و تفصیلی که در این داستان وجود داره خلاف کوتاه‌گویی شمس در بیان قصه است. شمس قصه ها رو خیلی کوتاه مطرح میکنه، ولی اینجا به قدری مفصل و با آب و تاب داستان رو تعریف میکنه که گویا داره از این کار و از بازگو کردن این کار لذت میبره. اجازه بدید که این تیکه رو بخونیم و ای کاش نمیخوندیم، اینقدر تیکه واقعا ناراحت کننده ایه. بعد از آن چوب را در آب نهادم، آن خود نرم بود، چیزی شد که لا تسأل. اون چوبی که میخواسته باش بچه رو بزنه نرم بوده و خوب بوده برای کتک زدن، ولی تو آب گذاشته که خیس بخوره و درد بیشتری به بچه وارد کنه. در فلق کشیدندش، یعنی فلک، یعنی پاشو به چوب بستن با تناب. کسی که 12 کودک را بزدی گفت هلا استا، یک کودک ضعیف در فلقش کرد و برپیچید. خلیفه را بیگویم تو بزن که دستم درد کرد از زدن. خلیفه نیز چندی بزد، گفتم خلیفه را بگیرید چون این زنند او می نگرد. یعنی از این که جانشینش تو کلاس داره مبصر کلاس یواش کتک میزنه اون بچه رو، شمس ناراحت شده. چوب برداشتم و خود زدمش، چهارم چوب پوست پای او با چوب برخاست. چیزی از دل من فرو برید، فرو افتاد. اولین و دومین را بانگ می زد، دیگر بانگ نکرد. حاصل به خانه بردندش تا ماهی برون نیامد. دوستان، سراپای این دوتا گزارشی که برای شما خوندم نشون میده که شمس از کار خودش پشیمون نیست و موقع این تنبیه وحشتناک و حتی مدتها بعد وقتی که داره یادآوری میکنه این رو، هیچ گونه اندوهی او رو در بر نگرفته. این جمله که چوب نرم بود اونو توی آب گذاشتم چیزی شد که نپرس، به هیچ وجه جمله کسی نیست که با درد و دریغ کاری رو انجام داده. این خشونت وحشتناک شمس، این رو فقط در برابر یک دانش آموز که به گمان شمس در معرض خطر بوده نمیبینیم. او حتی با بزرگان و مشایخ هم همین کار رو انجام میداده. آن روز در آن مجمع با آن شیخ جنگ کردم و دشنام ها دادم و او خموش، و سرش شکستم و او خموش. آن یکی می غلطد و روی در خاک می مالد و می آید سوی من. حالا تا آخر این زدن دیگری، کشیدن موی دیگری، شکستن سر دیگری، اینها رو نمیشه از مقوله تنبیه های ساده برای تعلیم و تربیت به شمار آورد. اگرچه شمس پایان این داستان‌ها رو ختم به خیر می‌کنه و نشون میده که خشونت‌های او تأثیر مثبت در زندگی افراد داشته، با این حال به هیچ وجه نمیشه شخصیت خشن و دیگر آزارگر او رو در این میان نادیده بگیریم. دوستان، یه تیکه بی‌نظیر در مقالات وجود داره که شمس مسئله ولایت رو در اونجا تفسیر می‌کنه. از نظر او ولی یعنی کسی که بر احوال خودش مسلطه و مهار احساسات و اندیشه های خودش رو در دست داره. مقالات صفحه 85 و 86. لطفاً این تیکه رو بارها بخونید. با این حال که شمس ولی خدا رو کسی میدونه که بر احوال خودش مسلطه، از نمونه هایی که برای شما خوندم و از نمونه‌ای که الان میخونم و در مقالات نظایر اونها رو میشه دید، بی هیچ شکی به این نتیجه میشه رسید که شمس تبریزی انسانی بسیار عصبی مزاج و خشمگین بوده و حقیقتاً در موارد فراوانی چنان خشم بر او چیره می شده که به طور کامل اختیار خودش رو از دست می داده و سخنان زشتی بر زبان می آورده و رفتارهای ناپسندی انجام می داده. ماجرا از این قراره، یک کسی یه صحبتی می کنه و سخن او در نظر شمس درست نیست، به همین خاطر شمس به شدت برآشفته می شه و می گه گفتم سرد گفت و کفر گفت و آنگه کفر سرد و دشنام آغاز کردم و درانیدم رها نکردم، نه نجم کبرا را نه خوارزم را، نه نجم کبرا را نه خوارزم را نه ری را. مقالات دفتر اول صفحه 183.
به هیچ وجه از این سخنان تصویر کسی که بر احوال خودش چیرگی داره به ذهن من نمیاد. این سخنان شخصی رو به تصویر میکشه که خشمی مهار ناپذیر وجود او رو فرا میگیره و او رو به ناسزا گفتن به زمین و زمان بر میانگیزه. از ملاحظه سخنانی که شمس در نهایت صداقت راجع به خودش گفته بی هیچ تردیدی میشه به این نتیجه رسید که او شخصی واقعا تند مزاج و خشمالود بوده و هنگام غلبه خشم به طور کلی مهار خودش رو از دست میداده. ولی با هوش سرشارش، با توسل به آیات مربوط به جلال خدا، تلاش میکنه که این ویژگی خودش رو توجیه کنه. از طرف دیگه شمس غالباً به نتایج نیکوی خشم خودش اشاره میکنه و از هدایت شدن کسانی که او سر اونها رو شکسته و ریش اونها رو کنده صحبت میکنه. با این همه خواننده منصف مقالات میتونه به آسونی دریابه که گوینده یا نویسنده این سخنان واقعا شخص عصبی مزاجیه که در مواردی هیچ تسلطی بر رفتارها و گفتارهای خودش نداره. او زیرکانه این خوی خودش رو جفا برای تربیت دیگران به شمار میاره و به این ترتیب اونو توجیه میکنه. رفتار زشت او با پدرش بدون تردید دیگه انگیزه تربیتی نداشته و سخن تلخ پدرش به خوبی این روحیه خشن شمس رو نشون میده. پدر شمس به او میگه در نوجوانی شمس: با دوست چنین کنی، با دشمن چه کنی؟ مقالات جلد 1 صفحه 78. دوستان، این نکته خیلی مهمیه و ما همیشه باید مراقب باشیم که خوهای ناپسند خودمون رو مبنای نظریه پردازی در تعلیم و تربیت قرار ندیم. برم سراغ نکته دوم. ملاحظه انتقادی دومی که میخوام با شما در میون بگذارم راجع به توجیه کردن وسیله از طریق توجیه کردن هدف و انگیزه است. به نظر میرسه که عشق در ذات خودش با مقداری خشونت و سختگیری همراهه. همونطور که من قبلا گفتم، عشق باعث میشه که سرنوشت محبوب و آینده او در نظر عاشق اهمیت ویژه پیدا کنه و او ناچار بشه که همواره مصلحت دوستش رو بر خوشایند او ترجیح بده. و البته روشنه که این کار واقعا بدون درد و رنج نیست. پدر و مادر بر بچه های دیگران سخت نمیگیرن و اساسا کاری به کار بچه های دیگران ندارن، ولی از کنار کوچکترین خطاهای فرزندان خودشون به راحتی نمیگذرن و چه بسا واکنش های سخت و تلخ نشون میدن. شمس هم تمام جور و جفای خودش رو در حق دوستانش بر اساس همین محبتش در واقع توجیه میکنه و البته این سخن حقیه و در اون هیچ جای تردیدی وجود نداره. راست اینه که ما هر قدر بیشتر کسی رو دوست داشته باشیم، مصالح او رو بیشتر در نظر میگیریم، اما به هیچ وجه نباید از این سخن حق به این نتیجه برسیم که برای نشان دادن عشق و مهر خودمون لزوماً باید از تنبیه بدنی استفاده کنیم. چطور میشه از اون سخن درست به این نتیجه نادرست رسید؟ مگر عشق رو فقط با جور و جفا و کتک زدن میشه نشون داد؟ مگه امکان نداره که سختگیر و جدی و قاطع باشیم ولی این کارها رو در نهایت مهر و لطف انجام بدیم؟ مگر همه پیامبران و اولیای خدا که عاشق هدایت دیگران بودن برای نشون دادن محبتشون از تنبیه بدنی و جور و جفا استفاده کردن؟ به نظر میرسه که شمس از سخنی درست به نتیجه نادرست میرسه و به توجیه خشم و خشونت خودش میپردازه. او هدفی درست رو در نظر داره و حتی انگیزه ای درست، ولی از ابزاری نادرست برای رسیدن به اون بهره میبره. نکته سوم درباره اثبات ناپذیر بودن مبانی انسان شناختی تنبیه بدنیه. دوستان، تنبیه بدنی، اون هم با شدت و حدتی که شمس ازش استفاده میکنه، مبتنی بر دو پیشفرض مهمه که من قبلا هم بهشون اشاره کردم. یکی این که معلم درک 100% درستی از طبیعت دانش آموز داره و ریشه های رفتارها و احساسات و افکار او رو به درستی میتونه بشناسه، یعنی یک دانش بیگمان و بدون خطا. و دوم یقین کامل به این که تنبیه بدنی تنها راه اصلاح این دانش آموزه. دوستان، حقیقتاً هیچ راهی برای اثبات این دو پیشفرض وجود نداره. ما امروز به لطف انواع دانش ها مثل دانش روانشناسی
نسبت به گذشتگانمون دانش بیشتری درباره انسان داریم و بهتر میتونیم رفتارهای افراد رو ریشه یابی کنیم و بیماریهای اخلاقی و رفتاری اونها رو درمان کنیم. ما امروز میتونیم به خوبی اینو بفهمیم که حتی نابغه‌ای مثل شمس تبریزی هم با همه بصیرت شگرفی که درباره انسان داشته ممکنه که در تحلیل شخصیت دیگران دچار خطا بشه و داوری‌های نادرستی درباره اونها داشته باشه. اجازه بدید که داستان زیبایی رو که خود شمس آورده برای شما نقل کنم. این داستان اولا نشون میده که شمس گاهی در شناختن انسانها خطا میکرده و دوم این که این داستان نشون میده که تنبیه و کتک زدن همه جا کاربرد نداره و مسائلی در وجود انسان هستن که نمیشه اونها رو با تنبیه و کتک زدن اصلاح کرد. اجازه بدید داستان رو با بیان شمس برای شما بخونم. پادشاهی را دو پسر بود، یکی مؤدب و بلند همت، آن دیگر ناشایسته و احمق و بددل و زنانه. پادشاهی دو تا بچه داشتی که شون عادی بود، اون یکی زنانه بود و ناشایسته و احمق بود. از غیرت مرد شجاع جانباز رستم صفتی بجست، او را قرین و رفیق این پسر کرد. یک پهلوانی آورد که پیش این پسر بیاد داستانهای پهلوانان رو بگه، حتی اونو بزنه تا او دست از رفتارهای زنانه برداره. تا شب و روز او را صفت مردان گفتی و نمودی و سلاح شوری می آموختی و حرکات مردان. این اخی دو ماه شب و روز با این پسر می گفت قصه و سیرت مردان، هیچ اثر نمی کرد. همین لفتک و لعبدک می ساخت. چون دخترکان بازی می کرد. بعد دو ماه که پادشاه خواست که بیاید فرزند را ببیند، فرزند مقنعه‌ای بر سر انداخته بود و لفتک ها پیش گرفته. معلم از غایت عجز مقنعه‌ای کرد دستار را، پهلوی او نشست. پادشاه در آمد که معلم کو؟ می نگرد چپ و راست، معلم کو؟ معلم از زیر مقنعه سر برآورد، خدمت کرد، با آواز زنانه می گوید اینک معلم منم. گفت این چه حالیست؟ گفت ای شاه عالم، در این دو ماه چندان که زدم و گرفتم که او را همرنگ خود کنم البته نتوانستم، اکنون من همرنگ او گشتم. مقالات دفتر دو صفحات 310 و 311. متوجه شدید یه پادشاهی پسری داره که این پسر ترنسه، یعنی فراجنسیتی هست، اندام بدن مردانه داره و خلق و خوی زنانه، و خب برای که تربیتش بکنه یک پهلوان خیلی قوی هیکلی رو آورده که هم براش قصه های پهلوانان رو بگه و هم رو بزنه تا دست از این رفتارهای زنانه برداره، ولی البته هیچ توفیقی حاصل نیومده. حالا الان من با این داستان کار ندارم. داوری شمس درباره این شاهزاده ترنس که تنی مردانه و ذهنی زنانه داره و عاشق اینه که مثل زنها لباس بپوشه، آرایش کنه و خودشو با عروسک و دیگر اسباب بازی‌های دخترانه سرگرم کنه کاملا نادرسته. ما امروز اطلاعات دقیقی درباره این پدیده داریم و اونو به رسمیت میشناسیم. این شاهزاده بیچاره در واقع ترنس بوده. ترنس ها بدن یک جنس و ذهن جنس دیگر رو دارن و به همین خاطره که زندگی بسیار سختی رو میگذرونن. زمان زیادی لازمه تا اونها خودشون رو بشناسن و بپذیرن و تازه بعد از این مرحله که خودشون رو پذیرفتن نوبت میرسه به برخوردها و داوریهای اطرافیان. غالب اطرافیان یک ترنس درباره او داوری نادرستی دارن و با رفتارها و سخنان خودشون او رو آزار میدن. فرهنگ ما در طول تاریخ بر این انسانهای مظلوم و بیگناه برچسب مخنث رو زده و از عنوانهای دیگه استفاده کرده که واقعا از شرم نمیشه به اونها اشاره کرد. کاش کار به همین جا ختم میشد. غالبا اینجور افرادی رو به نام لواط یا همجنسبازی یا مساحقه زندانی کردن، تنبیه کردن، شلاق زدن یا اعدام کردن. در داستانی که شمس نقل میکنه شاهزاده ترنس از مجازات‌های سخت در امانه، چون شاهزاده است، ولی ناگزیره تن به آموزش‌های دشوار بده. از جمله این که یک پهلوان رو برای آموزش او میارن که باید داستان‌های قهرمانانه برای او بگه، او رو به کارهای پهلوانانه برانگیزه و او رو بزنه تا دست از رفتارهای زنانه برداره. نتیجه پیشاپیش معلومه. شاهزاده نه تنها تأثیری از این پهلوان نمیپذیره، بلکه او رو هم ناچار می‌کنه از سر عجز و انفعال اطوارهای زنانه از خودش صادر کنه.
برحال هدف از طرح این موضوع این بود که به داوری شمس درباره این ترنس اشاره کنیم. شمس قاعدتا درکی از مسئله فراجنسیتی ها نداشته، به همین خاطره که درباره این شاهزاده داوری نادرستی میکنه. لطفاً یه بار دیگه بخشی از داستان رو که متضمن داوری شمس درباره این شاهزاده است با هم بخونیم. پادشاهی را دو پسر بود، یکی مؤدب و بلند همت، آن دیگر ناشایسته و احمق و بددل و زنانه. شمس صفاتی مثل ناشایسته، احمق و بددل رو به این شاهزاده نسبت میده و امروز میدونیم که داوری او نادرست بوده. شاید اگر عنان تربیت این شاهزاده رو به شمس میدادن، تلاش میکرد با تنبیه‌های شدید او را از رفتارهای زنانه باز بداره، ولی کاملا پیداست که این روش راه به جایی نمیبره. هیچ کسی نتونسته با تنبیه مردی رو به زن یا زنی رو به مرد تبدیل کنه. وقتی که بیم این وجود داشته باشه که در شناخت انسان خطا کنیم و تحلیل نادرستی از رفتارهای او داشته باشیم، اون وقت میتونیم به ناکارآمدی تنبیه بدنی پی ببریم. حقیقتاً از بعضی از سخنان شمس میشه فهمید که او در شناسایی انسانها و شیوه های برخورد با اونها خطا میکرده. برای نمونه شمس از یک بچه نابهنجار یاد میکنه که دیگران از تربیت او عاجز بودن. مشکل این بچه این بوده که زیاد بازی میکرده و زیاد بادام و دیگر تنقلات رو میخورده. نظر شمس اینه که غذای انسان نان، فقط گاهی هم گوشت، گاهی به ندرت هم شوربا. انسان غیر از اینها نباید هیچی بخوره و اگر بچه‌ای غیر از نان و گوشت و شوربا، اونم گاه گاهی گوشت و شوربا، دلش غذای دیگری خواست، باید او رو بزنن و تنبیه کنن تا او دست از این کارها برداره. اگر این بچه را به من دهند چنانش برارم که نه این خواهد نه آن، چنان که هر که بیندش گوید فرشته است این آدمی نیست. حالا ببینید روش چیه. آنگاه او از من بادام خواهد، یکی در رویش بزنم. یعنی بچه بیچاره میگه گرسنه‌ام، یه بادام به من بده بخوره، من یک سیلی به او میزنم. هان گرسنه‌ای نان بخور، اگر نه هرزه مگو، غذای آدمی نان است و وقت وقتی شوربا و گوشت، باقی بازی است. رها کنم تا از خوردگی به بازی براید، بزرگ شود آنگاه او داند، گو بازی میکن. مقالات دفتر اول صفحات 235 و 236. بنابراین دوستان، وقتی احتمال این هست که ما در تحلیل رفتارها و کنشهای انسان دچار خطا بشیم، طبیعتاً احتمال این هست که در تجویز تنبیه بدنی به عنوان یک راه درمان هم دچار خطا شویم، خطا بشیم. اونم تنبیه‌هایی به این شدت و حدت که امکان آسیب دیدن طرف مقابل یا امکان حتی از دنیا رفتن او وجود داره. برم سراغ ملاحظه چهارم که از شما خواهش میکنم هزاران برابر بیشتر با دقت گوش بدید. این نکته رو من در بحث‌های مربوط به روان رنجوری هم گفتم، ولی الان میخوام مجدد روی اون تأکید کنم و با تفصیل بیشتری اون رو خدمت شما عرض کنم. ملاحظه انتقادی چهارمی که در اینجا باید عرض کنم راجع به تجدید نظر در معنای نفسه. دوستان، همونطور که من قبلا گفتم و بارها تو جلسات قبلم گفتم، شمس تبریزی صریحاً میگه هدف جور و جفای معلم نفس شاگرده. معلم شاگرد خودش رو دوست داره، ولی با پلیدی و زشتی وجود او، یعنی با نفس او مخالفه و تلاش میکنه با سختگیری ها و جور و جفاهای خودش نفس رو پاک کنه و تمیز کنه. شمس میگه تو اینی که نیاز مینمایی، آن تو نبودی که بی نیازی و بیگانگی مینمودی، آن دشمن تو بود، از بهر آنش میرنجانیدم که تو نبودی، آخر من تو را چگونه رنجانم که اگر بر پای تو بوسه دهم ترسم که موجه من در خلد پای تو را خسته کند. چی تیکه زیبا و لطیفی. مقالات دفتر اول صفحات 99 و 100. مولانا هم تحت تأثیر آموزه‌های شمسه که در یک تمثیل زیبا میگه اگر کسی بر یک نمد یا یک قالی خاک‌آلود چوب میزنه، در واقع هدف او این، هدف چوب‌های او خاکیه که در درون اون قالیه. او به هیچ وجه نمیخواد به خود اون قالی ضربه بزنه و فقط میخواد که با این ضربه ها گرد و غبار از درون اون قالی خارج کنه. به این ترتیب میخواد بگه که تمام
آزار و اذیت هایی که معلم برای شاگرد پیش میاره و از جمله تنبیه های بدنی، همه متوجه پلیدی های وجود شاگردن، یعنی نفس او. این کلمه نفس خیلی کلمه مهمیه و باید واقعا بهش توجه کرد. درون تو چو یکی دشمنیست پنهانی، به جز جفا نبود هیچ دفع آن سکسار. کسی که بر نمدی چوب زد نبر نمد است، ولی غرض همه تا آن برون شود ز غبار. کسی که بر نمدی چوب زد نبر نمد است، ولی غرض همه تا آن برون شود ز غبار. غبارهاست درون تو از حجاب منی، همی برون نشود آن غبار از یک بار. به هر جفا و به هر زخم اندک اندک آن رود ز چهره دل، گه به خواب و گه بیدار. دوستان مطلب رو عرض کردم خدمتون، حالا برم سراغ نکته که میخواستم بگم. خواهش میکنم منتقدانه به سخنانی که میگم توجه کنید و حتما منو از ملاحظات انتقادی خودتون محروم نفرمایید. من به جد معتقدم که زمانه اون فرا رسیده که ما بر اساس پژوهش‌ها و یافته‌های روانشناسان و دانشمندان جدید در معنای نفس تجدید نظر کنیم. این تجدید نظر به قدری مهم و بنیادینه که میتونه نگاه ما رو به انسان و دین و آموزش و اخلاق و حقوق از بنیاد دگرگون کنه و هر چی درباره این نکته‌ای که میخوام عرض کنم مطالعه و تأمل کنیم واقعا کمه. مسئله اینه که در فرهنگ سنتی ما و بسیاری از کشورهای دنیا اموری مثل پرخوری، تنوع طلبی جنسی، پول دوستی شدید، بخل و خسیس بودن شدید، حرص و زیاده خواهی افراطی، جاه طلبی شدید، شهرت طلبی فراوان، پرگویی و وراجی، پرخوابی، دیگر آزارگری و خودکامگی و نظایر اونها، همه از مقوله امور نفسانی و شیطانی به شمار می اومدن و این خصوصیت ها و دارندگان اونها رو محاکمه و محکوم می کردن در فرهنگ سنتی. برای نمونه اگر کسی رو می دیدن که نمی تونه به رابطه زناشویی با همسر خودش بسنده کنه و به شکلی افراطی در پی روابط جنسی با دیگرانه و چه بسا در این راه از تجاوز و تعدی هم پرهیز نداره، او رو یک شخص نفسانی و گناهکار می دونستن و فکر می کردن که نفس و شیطان بر او چیره شدن. یا اگر کسی رو می دیدن که عشق شدیدی به پول داره و از راه های درست و نادرست ثروت می اندوزه و خرج کردن پول برای او خیلی سخت و دشواره، او رو یک شخص پول پرست می دونستن که شیطان و نفس او رو در چنگال خودشون گرفتن. درباره بقیه رذیلت ها هم همین نگاه وجود داشت. در فرهنگ سنتی ما دو تا راه حل برای کسانی که دارای ویژگی های نفسانی بودن وجود داشت. یکی از اینها راه حل اخلاقی و دینی بود و یکی دیگه راه حل حقوقی و قضایی. طبق راه حل اول، شخص باید از اخلاقیات بد خودش توبه می کرد و با گریه و تضرع و استغفار از خدا می خواست که او را از خوهای زشتش نجات بده. او باید می رفت پیش یک عالم دینی یا یک عالم اخلاق یا یک عارف و با استفاده از نصیحت‌ها و آموزش‌های او خودش رو درمان می‌کرد. در موارد فراوانی هم این دیگران بودند که شخص رو تشویق یا وادار می‌کردند که پای وعظ و درس یک عالم دینی یا اخلاقی یا یه عارف بشینه و با بهره‌گیری از نصایح او مشکل خودش رو حل کنه. راه حل قضایی و حقوقی هم این بود که اینجور شخصی رو به زندان می‌انداختن یا او رو تازیانه می‌زدن یا اعدامش می‌کردن. تاریخ ما پر از نمونه های اینجور برخورد هایی با چنین کسانی. هنوز هم بدنه اصلی جامعه ما و نظام سیاسی ما با افرادی که به زعم اونها دارای رذیلت های نفسانی هن از یکی از این دو راه استفاده می کنند، یا اونها رو از طریق مسجد و منبر درمان می کنند یا از راه تنبیه و مجازات. همون که در اون مثالی که شمس گفته بود دیدیم که هر کس که منبر به اون نسازه و برای اون مفید نباشه، دار برای او مفید خواهد بود. به نظر میرسه که ما که امروز درک عمیق‌تر و درست‌تری از طبیعت بشر و سرچشمه‌های رفتارها و خصلت‌های او داریم، باید به طور کامل در این نگاه سنتی تجدید نظر کنیم. دوستان پرسش اساسی اینه که انسان‌های پرخور
که انسانهای پرخور، انسانهای پرخواب، انسانهای پرحرف، انسانهای جاه طلب، انسانهای حریص، انسانهای خسیس، انسانهای خودکامه، انسانهای بیدادگر، انسانهای هوسباز، انسانهای شهرت طلب و نظایر اونها آیا بیمارند یا مجرم؟ خیلی باید روی این سوال فکر کرد. فرهنگ سنتی ما نوعاً اینجور کسانی رو مجرم و گناهکار به شمار آورده و تنها راه نجات اونها رو مسجد و منبر یا تنبیه و مجازات دونسته. اما به نظر میرسه درست اینه که ما این اشخاص رو بیمار و آسیب دیده به شمار بیاریم. واقع قضیه هم اینه که این افراد بیچاره و بینوا بیش از آن که متجاوز و ستمگر باشن آسیب دیده و قربانی هن و بسیار بیش از آن که مستوجب خشم و نفرت ما باشن محتاج همدردی و شفقت ما هستند. راز مسئله در اینه که اگر کسی در دوره جنینی و دوره نوزادی و دوره کودکی، این سه تا دوره، زندگی سالم و متعادلی داشته باشه، نیازهای طبیعی او به خوبی برآورده شده باشند، از عشق و احترام و اعتماد لازم برخوردار بوده باشه و احساس امنیت و آرامش داشته باشه، به احتمال خیلی زیاد در آینده هم انسانی کاملا متعادل و معقول و آرام میشه که هم خودش با همه وجود از زندگی لذت میبره و هم دیگران از بودن در کنار او بسیار خوشنود و شادمان میشن. کودکی که نیازهای طبیعیش به خوبی ارضا شدند، عشق نامشروع دریافت کرده، مورد اعتماد بوده و احترام دیده، در آینده به احتمال زیاد از هر گونه زیاده طلبی و افزونخواهی و بیدادگری به دور خواهد بود. لذتهای ساده و طبیعی زندگی او رو بی نهایت شادمان و آرام می کنند و او به هیچ وجه در پی مواد مخدر و مشروبات الکلی و سکس افراطی و قدرت طلبی و پرخوری و نظایر اونها نخواهد رفت. کسی که در کودکی مورد توجه قرار بگیره و شنیده بشه، محاله که در بزرگی اهل هیاهو کردن و پرحرفی افراطی و وراجی باشه. کسی که در کودکی احساس امنیت داشته باشه و جهان رو جای امنی یافته باشه، غیر ممکنه که در آینده شخصی قدرتنما و زورگو و خشن باشه، به خاطر اینکه زورگویی و خودکامگی و جنگجویی و قدرت طلبی همه ترس‌های بزک کردن و از ترس و ضعف ریشه می‌گیرن. اونطور که آقای دکتر آرتور آنو در تحلیل روان رنجوری میگه، وقتی که نیازهای طبیعی کودک سرکوب میشن، او برای رهایی از رنج شدیدی که بقای او رو به خطر میندازه، ناگزیر دست به دامان ارضای نیازهای جایگزین میشه و این نیازهای جایگزین چیزی جز غذا و خواب و سکس و پول و قدرت و شهرت و نظایر اونها نیستن. دوستان، مشاهدات روزانه ما و مطالعات روانشناسان بزرگ به خوبی این نکته رو ثابت میکنه که در قالب اوقات، دوستان خواهش میکنم خیلی 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 دقت کنید، خواهش میکنم که به گوش جان مطلب رو بگیرید. مشاهدات روزانه ما و مطالعات روانشناسان بزرگ به خوبی این نکته رو ثابت میکنه که در قالب اوقات ما نه با جلوه ای از نفس یا شیطان، بلکه با نمونه ای از آسیب روحی و روانی روبرو هستیم. درک عمیق این مسئله موضوع رو به طور کلی وارد یک ساحت دیگه میکنه و نظر ما رو از جرم و گناه به بیماری و آسیب منتقل میکنه. مطالعه زندگی افرادی که اونها رو موجودات شرور و بدذات و جنایتکار و هوسباز میدونیم به خوبی صدق این نظریه رو اثبات میکنه و امروز در درستی این نظریه جای تردیدی وجود نداره. اگر هر کدوم از ما به جای یکی از این بیچاره های بینوا بودیم، با همون پیشینه، با همون آسیب ها، همون کارها و رفتارها از ما صادر می شد. به این ترتیب دوستان عزیز، ما نه با یک مجرم بلکه با یک بیمار روبرویم، نه با یک جنایتکار بلکه با یک قربانی سر و کار داریم. چون این کسی نه با مسجد و منبر و عرفان درمان میشه، نه با تنبیه و مجازات. چون این تغییر نگاهی باعث میشه که در وجود ما شفقت و محبت جای نفرت و خشونت رو بگیره و حقیقتاً با این افراد از در همدلی در بیاییم. هینز بدنامان نباید ننگ داشت، هوش بر اسرارشان باید گماشت.
گذشته از این، چون این کسانی باید از طریق متخصصانی که درک درستی از طبیعت بشر و سرچشمه های انگیزه ها و انگیزش ها و رفتارهای افراد دارند درمان بشن. در عرصه حقوق هم ما باید از این یافته های ارزشمند استفاده کنیم. زمان اون رسیده که ما عدالت ترمیمی رو جایگزین عدالت تنبیهی کنیم و به جای محکوم کردن افراد آسیب دیده و مجازات کردن اونها، زمینه رو برای درمان اونها فراهم بیاریم. زدن و زندونی کردن و کشتن به هیچ وجه نمیتونه ریشه های مشکلات این قبیل افراد رو بخوش کنه و اونها رو درمان کنه. این قبیل رفتارهای خشن فقط زخم‌های درونی اونها رو عمیق‌تر و درمانشون رو مشکل‌تر می‌کنه. شاید در بین این قبیل افراد کسانی باشن که چنان آسیب دیدن که هیچ کسی قادر به درمان اونها نیست. خودکامگان بزرگی مثل چنگیز و تیمور و هیتلر و نرون و نظایر اونها همه از این قبیلند. گذشته اونها واقعا گذشته دردناکی است و آسیب‌های وحشتناکی دیدن، ولی بسیار بعیده که حتی روانشناسان بسیار بزرگ جهانی بتونن برای این قبیل کسان کاری انجام بدن. اولا سطح هوش این افراد بسیار بالاست و ثانیاً انرژی کاریزماتیک اونها بسیار نیرومندتر از هر روانشناس دانشمندیه و هر روانشناسی رو مرعوب خودش میکنه. به نظر میرسه درباره اینجور کسانی باید جداگانه تصمیم بگیریم. الان هم کار ما نیست، ما نمیخوایم اینجا درباره چنگیز و هیتلر و امثال اونها تصمیم بگیریم، اما به هر حال این قبیل افراد بسیار نادرن و ما نباید بر اساس اونها درباره عموم انسانها که آسیب دیدن داوری بکنیم. به هر حال طبق یافته‌های جدید، بخش عظیمی از رفتارها و خصلت‌هایی که در فرهنگ سنتی ما برچسب نفس و شیطان بر اونها می‌خوره، بیماری و آسیب به شمار میان و به هیچ وجه نمیتونیم دارندگان اونها رو محاکمه یا محکوم کنیم. بر این اساس به نظر میرسه که تنبیه بدنی، اونم تنبیه بدنی شدید از اون نوع که در کاروبار شمس میبینیم، هیچ مبنای منطقی نداره. شفقت و مدارا و همدلی باید و شفقت و مدارا و همدلی و تخصص و دانش لازمه تا افراد نابهنجار و ظاهراً بی‌تربیت از آسیب‌های روانی خودشون رهایی پیدا کنن و سر به راه بشن. کودک بینوایی که شمس دوبار او رو به فلک بست و اونطور بیرحمانه او رو تربیت کرد، قطعاً کودکی آسیب دیده بود. دوستان اجازه بدید دوباره یک بخشی از داستان رو که با بحث ما مرتبطه مرور کنیم. لطفاً به این تیکه‌ها با دقت توجه کنید. شمس میگه معلمی میکردم، کودکی آوردن شوخ. این بچه به محض اینکه وارد میشه معلوم میشه یک کودک شریه. دو چشم همچنین سرخ، گویی خون استی متحرک. ببینید بچه وارد شد، شر از سر و صورتش میباره، دو چشمش مثل خونه، دو تا کاسه خونه. در آمد سلام علیکم استاد، من مؤذنی کنم، آواز خوش دارم، خلیفه باشم آری. ببینید بچه به محض ورود داره با استاد گرم میگیره یا گستاخی میکنه، شاید هم واقعا با صمیمیت داره این کار میکنه که من میتونم مؤذن باشم، میتونم مبصر کلاس باشم. آنجا نشست. فقط با دیدن این سکنات شمس میگه با پدر و مادرش شرط کردم که اگر دست شکسته برای شما آید هیچ تغییری نکنید. گفتن ما را از رقت فرزندی دل نمیدهد که با دست خود بزنیم، اما اگر تو بکنی بر تو هیچ ملامت نیست، خطی بدهیم، این پسر ما را به سر دار رسانیده است. لطفاً به اظهار نظر پدر و مادر توجه کنید. کودکان مکتب ما همه سر فرو بردن، مشغولوار گرد می نگرد، یعنی به اطراف نگاه می کند، کسی را می جوید که با او لاغ کند یا بازی، هیچ کس را نمی بیند که به دو فراغت دارد، می گوید با خود که اینها چه قومند، موی آن یکی را دزدیده می کشد و آن یکی را پنهان می شکنجد، یعنی نیشگون می گیره. ایشان از آن سوتر می نشینند و نمی یارند ماجرا دراز کردن. دوستان تمام ویژگی‌هایی که شمس در توصیف این بچه به کار می‌بره به خوبی نشون میده که این بچه هم بیش فعاله و هم به شدت آسیب دیده. چرا چشم‌های این بچه مثل خونه؟
آیا به طور مادرزادی شرور و پلید به دنیا اومده؟ در این صورت حرجی بر او نیست، به خاطر اینکه در پدید اومدن وضعیت خودش نقشی نداشته و نباید به خاطر کاری که انتخابش نکرده محکوم بشه. به نظر میرسه آسیب‌های روحی و روانی شدید باعث شده که او در کودکی چنین چشمان خونینی پیدا کنه. نکته جالبی که در این داستان وجود داره رفتار و داوری پدر و مادر بچه است. اونها از شمس میخوان پسرشون رو به قصد کشت بزنه و حتی حاضرن یک رضایتنامه بنویسن و از مرگ فرزند خودشون بر اثر تنبیه استاد بگذرن. این امر کاملا نشون میده که این پدر و مادر هیچ صلاحیتی برای پدر و مادر شدن نداشتن و به هیچ وجه نتونستن برخورد مناسبی با بچه خودشون داشته باشن. رفتارهای نادرست اونها طبیعتاً چنین موجود نابهنجار سر به هوای شروری رو پدید آورده. حقیقتاً در قالب موارد فرزند بد وجود نداره، بلکه والدین بد وجود داره. رفتارهای بچه با معلم و دیگر بچه ها به خوبی نشون میده که او به شدت مضطرب و بیقراره و همه اینها از آسیبهای دوره کودکی سرچشمه میگیرن. حالا سوال اینه که آیا ما باید چنین کسی رو با کتک زدن شدید درمان کنیم و به خودش بیاریم یا باید او رو درمان کنیم؟ روشنه که راه حل اصلی درمان کردن این بچه بیچاره است. البته ما نمیتونیم از شمس انتظار داشته باشیم که چنین موضوعی رو در اون زمان متوجه شده باشه، ولی به هیچ وجه هم نمیتونیم از او این انتظار داشته باشیم به عنوان یک عارف که اونگونه بیرحمانه او رو تنبیه بکنه. شمس میگه که این بچه بر اثر تنبیه او سر به راه شده، ولی قضاوت شمس بر اساس یک دوره کوتاه مدته. ای کاش ما از آینده این بچه خبر داشتیم و میدونستیم که آینده او در دراز مدت چی شده. من واقعا میتونم حدس بزنم که این بچه به ویژه بعد از زخمهای روحی که از تنبیه‌های شمس و رفتارهای نادرست پدر و مادر خودش دیده به احتمال زیاد آینده درخشانی نداشته. به هر حال منظور اینه که در زمانه ما به اون شدتی که شمس و مولانا از نفس و شیطان سخن میگن و درمان اون رو تنبیه و جور و جفا میدونن، نمیتونیم ما به این موضوع اعتقاد داشته باشیم و حق هم همینه. سخنانم رو جمع‌بندی میکنم درباره شیوه جور و جفا و شما دوستان عزیز رو به خداوند میسپارم. دوستان، بحث ما درباره یکی از شیوه های مهم تربیتی شمس تبریزی که تا حدی هم به خود او اختصاص داره، یعنی استفاده از جور و جفا، به پایان رسید. خوبه که با ذکر یک نکته به عنوان جمع‌بندی سخن خودمون رو به پایان برسونیم. این نکته بیشتر ناظر به سختگیری های بیش از حد شمس، به ویژه بهره گیری از تنبیه بدنی در آموزشه، چون جور و جفا مصادیق دیگری هم داشت. قبلا من گفتم که شمس تبریزی انسانی به شدت نخبه‌گراست و به هیچ وجه پروای امور رو نداره. او رسالت خودش رو انگوش گذاشتن بر رگهای مشایخ و بزرگان میدونه و اصلا به انسانهای معمولی توجهی نداره. لازمه که باز به این موضوع توجه کنیم. دوستان، تردیدی نیست که شمس همیشه برای تربیت دیگران از این روش‌هایی که در مقالات میگه، مخصوصاً از روش سختگیری و خشونت و تنبیه بدنی استفاده می‌کرده. حالا لازمه که ما این سوال رو طرح کنیم که او بر اساس این روش چند نفر رو واقعاً تربیت کرده. متأسفانه اطلاعات ما در این باره زیاد نیست. شمس از چند تا تجربه صحبت می‌کنه و در همه موارد میگه نتیجه مثبت بوده. او هم برای دانش آموزان کم سن و سال خودش و هم برای پیران و مشایخ از زدن و تنبیه کردن و جور و جفا استفاده کرده و با اینکه خودش همه جا بر این باوره که کار او تأثیر نیکویی در زندگی دیگران داشته و باعث هدایت شدن اونها شده، ولی ما هیچ اطلاعاتی درباره آینده این افراد نداریم و نمیتونیم نتایج بلند مدت کارهای شمس رو ببینیم. هیچ کدوم از این افراد مشهور نشدن که ما بتونیم از طریق آثارشون صدق سخنان شمس تبریزی رو بیازماییم. ای کاش در این زمینه اطلاعات بیشتری داشتیم، اون وقت بهتر میتونستیم در این باره داوری کنیم.
شمس در قونیه با کسانی مثل برهان الدین محقق، مولانا، صلاح الدین زرکوب، حسام الدین چلپی، سلطان ولد پسر مولانا، علاءالدین پسر مولانا و با دیگر شاگردان مولانا ارتباط داشته و در برخورد با اونها هم از همین روش استفاده می کرده. ولی تا جایی که می دونیم جز مولانا هیچ کسی نتونسته جور و جفای شمس رو تحمل کنه و تا آخر پای این بیسته. خیلی بعیده که شمس برای مولانا از تنبیه بدنی استفاده کرده باشه، ولی بدون تردید خشم و خشونت فراوانی رو در حق او به کار گرفته. صرف نظر از شواهدی که در مقالات و مناقب العارفین برای اثبات این ادعا وجود داره، مولانا هم فراوان راجع به این موضوع صحبت کرده. از سخنان مولانا به وضوح برمیاد که او کاملا آگاهانه و هوشیارانه جور و جفاهای شمس رو تحمل کرده، اونها رو به جان پذیرفته و بر اثر این تحمل نورها و سرورها و شعورهای فراوانی رو به دست آورده. خوبه که برای نمونه چند تا از سخنان مولانا رو در اینجا نقل کنم. مولانا میگه عاشق جور یار شو، عاشق مهر یار نی، تا که نگار نازگر عاشق زار آیدت. باید عاشق جور و جفای یار باشی و دنبال مهر او نری. در ابیات دیگه از تحمل بی‌نظیر خودش در برابر جور و جفای یار صحبت میکنه. گر برا خار زند آن گل خندان بکشم، ور لبش جور کند از بن دندان بکشم، ور بسوزد دل مسکین مرا همچو سپند، پای کوبان شوم و سوز سپندان بکشم، گر سر زلف چو چوگانش مرا دور کند، همچنین سجده کنان تا بن میدان بکشم. لعل در کوه بود، گوهر در قلزم تلخ، از پی لعل و گوهر این بخورم آن بکشم. در جای دیگه مولانا میگه جفای شمس به 100 تا وفا میارزه و در هر جفای او 100 تا وفا وجود داره. شمس تبریزی جفا کردی و دانم این قدر، که از میان هر جفایی 100 وفا آورده ای. و یا میگه که از تو گر سنگ رسد گوهر است، گر تو کنی جور به از 100 وفاست. غزل خیلی شعرها زیادن، من چون دیگه وقتمون شده و شما خسته شدید نمیخوام بخونم. غزل دیگه هست که سرتاپا درباره قهر یاره و میگه که ما باید خواهان قهر او باشیم، به خاطر که قهر او مهر، جفای او وفاست و جور او لطفه. اگر تو همراه بلبل ز بحر گلزاری، تو خار را همه گل بین چو بحر گلزاری، نمیشناسی باشد که خار گل باشد، اگر چه میخلدت عاقبت کند یاری، درون خار گل است و برون خار گل است، به احتیاط نگر تا سر که میخاری. چه احتیاط؟ مرا عقل و احتیاط نمان، تو احتیاط کن آخر که مرد هوشیاری. غلط تو هم نتوانی نگاه داشت مرا، عجب ز شمع تو پروانه را نگه داری. حالا منظورم این دو بیت بود. خوش است تلخی دارو و سیلی استاد، غنیمت است ز یار وفا جفاکاری، به دست دلبر اگر عاشقی زبون باشد، ز عشق و عقل ویستان نه از سبکباری، به غیر ناز و جفا هرچه می کند معشوق، مباش ایمن کان فتنه است و طراری. دوستان، از این نمونه ها که در شعر مولانا فراوانه به این نتیجه میشه رسید که شمس حقیقتاً در پرورش مولانا به شدیدترین وجهی از قهر و جور و جفا بهره گرفته. مولانا هم با شکیبایی عظیم و هوشمندی شگرف خودش عاشقانه در برابر این روش عجیب تاب آورده و نتایج بسیار نیکویی رو هم به دست آورده. خب، بحث ما راجع به تنبیه بدنی و جور و جفا بود. اگرچه صحبت‌های مولانا ناظر به جفای معشوق که همون شمس تبریزی بود، ولی به نظرم میشه که ازش در اینجا استفاده کرد. قصد من اینه که ظاهراً مولانا تنها شاگرد موفق مکتب شمسه و البته خب این چیز کمی نیست، ولی به هر حال این روش شمس بسیار نخبه‌گرایانه است. نوادری مثل مولانا ممکنه از این روش طرفی بر ببندن. تازه خود مولانا هم چندان از این روش برای تربیت دیگران استفاده نکرده. مهر و لطف و شفقت فراوان مولانا در امر آموزش در تقابل مستقیم با روش شمس قرار داره.
به هر حال روش شمس خیلی عجیبه و به نظر من به هیچ وجه ما نمیتونیم از اون به عنوان یک دستورالعمل عمومی استفاده کنیم. ما از شمس میآموزیم که بی نفاق بیاموزیم، نقاط منفی شاگرد رو به او بگیم، از زبانبازی و چاپلوسی پرهیز بکنیم، انضباط و سختگیری و جدیت لازم رو به کار بگیریم و تمام تلاشمون رو به کار بگیریم که شاگرد ما یا فرزند ما به مصالح خودش برسه و مصالحش رو در پای خوشایندهاش قربانی نکنه. اما نظر من اینه که همه اینها باید دقیق، آهسته، ملایم و با انعطاف پذیری در واقع به کار بسته بشه و مخصوصا به سطح شاگرد، ویژگی های شخصیتی شاگرد، آسیب های روانی او، پیشینه خانوادگی او و مسائلی از این قبیل توجه کنیم، وگرنه ممکنه که روش جور و جفا، مخصوصا تنبیه بدنی، آثار بسیار ویرانگری بر شاگرد بر جای بگذاره و آسیب بسیار بیشتری به او وارد بکنه. دوستان عزیزم، بحث رو به پایان میرسونم. من واقعا تلاشم این بود که منصفانه و بدون هیچ گونه غرض و مرضی مطلب رو اونطور که به نظرم میرسه درسته صادقانه خدمت شما گزارش بدم، نقاط مثبتش رو بگم و اگر هم نقدی به نظرم میرسه خدمت شما عرض کنم. امیدوارم که این مباحث برای شما مفید بوده باشه. چند تا مبحث مونده، مثل بحث یادگیری از طریق تحول وجودی، بحث متابعت، بحث اصل و فرع، بحث ذکر، بحث تقلید و تحقیق، خود بحث و گفتگو و مذاکره و امثال اینها که شیوه های تربیتی شمس تبریزی تموم بشه و بعد از اون ما باید راجع به شاگرد در این نظام آموزشی و استاد و ویژگی های او در این نظام آموزشی صحبت کنیم. اما به خاطر اینکه درس های دانشگاه خیلی سنگینن و واقعا برنامه خیلی شلوغن، من اجالتاً به همین 7 قسمت در تعلیم و تربیت شمس اکتفا می کنم و امیدوارم که چند ماه بعد بتونم این بحث رو پی بگیرم. ولی از هفته های آینده تمام تلاشمو به کار میگیرم که هر هفته یک بحثی راجع به یک موضوع خدمت شما از طریق همین برنامه زنده تقدیم کنم. امیدوارم که همواره تندرست و شادمان باشید، غرق نور باشید و خداوند مهربان حافظ و حامی شما و عزیزانتون باشه. همه شما دوستان عزیزم رو به خداوند مهربان میسپرم و برای شما آرزوی تندرستی، سربلندی و سپاسگزاری دارم. خدا نگهدار شما. داستان کیمیا خاتون خیلی فرق میکنه و واقعا شمس اونجوری که از مقالات میاد کیمیا خاتون رو کتک نزده. اون یک سخن نادرستی است که افلاکی در مناقب العارفین آورده و ربطی واقعا به شمس تبریزی نداره. اون چیزی که از مقالات به دست میاد اینه که کیمیا و شمس از هم جدا شدن و نه اینکه شمس کیمیا بر اثر کتک شمس یا نفرین شمس مرده باشه. چند تا کتاب خوب در این باره نوشته شده، مثل کتاب کیمیا پرورده حرم مولانا از استاد ارجمند آقای دکتر خاکی، کتاب خانم استاد ارجمند خانم نادری و کتاب‌های دیگه و مقالات استاد موحد میتونید از اونها استفاده کنید. تا جایی که من میدونم شمس در مقابل کیمیا چنین رفتاری نداشته. خواهش میکنم دوستان عزیزم، انشالله همیشه تندرست و شادمان باشید. شما رو به خداوند مهربان میسپرم به امید دیدارتون به زودی. بله، عرض کردم که ممکنه در زمان شمس این معمول بوده، ولی خب ما امروز باید مراقب باشیم که تحت تأثیر سخنان بزرگان از این روش ها امروز استفاده نکنیم. خب دوستان عزیزم، شما رو به خداوند مهربان میسپارم. خدا حافظتون.